سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان حاضران و غایبانی که سخن ما رو دورا دور و دیرادیر خواهند شنید. چنان که اعلام شده است، محمد در قرآن عنوان سخن این حقیر است. امروز در محضر شما دانشپژوهان و شاید بهتر بود میگذاشتم حدیث نفس محمد در قرآن. باری در درج کلام و در ادامه سخن مراد من از این عنوان معلوم خواهد شد و نکته هایی که با شما در میان خواهم نهاد. بر سبیل مقدمه نکاتی رو که کما بیش می دانید عرض کنم. به هر حال نزدیک 20 سال است که و یا شاید بیشتر که من در این امر، یعنی مناسبات ماوراء طبیعت و طبیعت، مناسبات خدای جهان با پیامبر اسلام و پیامبرانی که فرستاده است، نوع سخن گفتن خداوند، پیام رسانی خداوند، محتوای این پیام ها، چگونگی تفسیر آنها، چگونگی تأویل آنها، من سخن گفتم، نوشتم، به تفاریق وارد بحث های شده ام و سوالاتی با من در میان نهاده شده است، انتقاداتی شده است، پاسخ گفتم و اخیراً هم بخشی از اونها رو ضمن یک مجلد منتشر کردم و البته سخنان ناگفته در این زمینه بسیار است که امیدوارم در فرصت‌ها و مجال‌های دیگری اونها رو مطرح کنم. شخصیت پیامبر اسلام و به طور کلی شخصیت پیامبران همیشه یک معضلی است، نکته دشواری است. دریافتن اونها ما رو به جهان آنها واردتر می‌کنه و به درکی که از تدین داریم هم ما رو نزدیکتر خواهد کرد. به هر حال صاحب این مکتب، مکتبی به نام اسلام، کسی است به نام پیامبر اسلام، کسی است به نام محمد ابن عبدالله. گرچه او می گفت که خداوند در گوش من، در قلب من سخنانی می خواند، یا به تعبیر من در رؤیاهای من صوری و مشاهدی و مناظری ظاهر می شود که همه اونها از ناحیه خداوند است، اما اون که ما در عالم واقع و در این جهان مادی با او طرفیم و سر و کار داریم، یک شخصیت طبیعی و انسانی است به نام محمد ابن عبدالله. پدری داشت، مادری داشت، قبیله‌ای داشت، شهری داشت، دوستانی، آشنایانی، رفت و آمدی و حوادثی که زندگی او رو پر می‌کرد تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. ما ایم و او، ما گریبان خدا رو نمیتونیم بگیریم، ما به خداوند مستقیما راه نداریم، ما به ماوراء طبیعت راهی نداریم. اگرم به فرض راهی داشته باشیم، باز از طریق همین بزرگان است که ما رو راهبری و راهنمایی میکنن و از جهان دیگری که نادیده و نادیدنیست خبر میدهند و ما رو مطلع میکنن، و الا ما خودمون به خودی خود چشممون بسته است، گوشمون بسته است و دسترسی به اون جهانها نداریم. پس ما با کسی روبرو هستیم که مانند خود ماست، یک انسان است، گوشت و پوست دارد و تاریخ دارد، جغرافیا دارد، در محیط ویژه‌ای به دنیا آمده است، با مشخصات خاصی زندگی کرده است، پاره ای از اخبار او به ما رسیده است و پاره ای هم نرسیده است، بلکه بیشتر نرسیده است تا رسیده است. اطلاعاتی که ما از پیامبر اسلام داریم نسبت به کل حوادث زندگی ایشان بسیار کم است، حتی همونهایی هم که داریم چندان معتمد و مطمئن نیست، برای اینکه تاریخ نگاری اسلامی چنان که همه شما می دانید 150 سال پس از وفات پیامبر آغاز شد. در طول این 150 سال اونچه که در زمان پیامبر گذشته بود سینه به سینه نقل می شد، زبان به زبان می گردید، جایی مکتوب نشده بود، ما سند مکتوبی نداریم. بنابراین از زمان سیره ابن اسحاق و سیره ابن هشام که 150 سال پس از وفات پیامبر نگاشته شده اند، دوران ما قبل او یک دوران خلاء تاریخی و اطلاعاتی است. در مسئله در عیسویت
چنان که شما میدانید نزدیک 60-70 سال پس از بردار رفتن عیسی مطابق اعتقاد مسیحیان نویسندگانی اناجیل رو نوشتند و این اناجیل گرچه که عین کلمات عیسی نبود بلکه نوعی بایوگرافی بود، با همه این احوال فاصله زمانیش با دوران زندگی عیسی کمتر بود، حدود 70 سال بود و بعضی از انجیل ها کمتر، شاید 30 سال یا 40 سال. اما در مورد پیامبر اسلام این فاصله زمانی و این خلأ تاریخی یک قرن و نیم اقلا طول کشید. اما و هزار اما، ما معتبرترین و معتمدترین تاریخی که از پیامبر اسلام داریم خود قرآن است. قرآن معتمدترین سندی است که درباره پیامبر ما میتونیم به او دست بیازیم و از او استفاده کنیم. مستقیما در زمان خود ایشان پدید آمده است و احوال پیامبر رو تا حدودی که میتوان از او برداشت کرد در خود منعکس کرده است. ولذا بهترین مرجع برای شناختن این مرد بزرگ الهی همان است که به این کتاب مراجعه کنیم و او رو در این کتاب بخوانیم و ببینیم. خب من در آثار خودم آوردم که کتاب قرآن در واقع رؤیاهای پیامبر است. رؤیاهای پیامبر به معنای این که وحی به صورت رؤیا بر او ظاهر می شده است و اون چرا که عموم عالمان دین تا امروز می گفتند که وحی کلامی بر پیامبر نازل می شد و همه جا بحث از کلام الهی می کردن، حالا ما باید بگوییم که وحی سمعی و بصری بوده است. یعنی فقط کلام نبوده که بر او نازل می شده، بلکه صوری، رؤیاهایی، منظرهایی بر او ظاهر می شده و او در مقام بیان اون مناظر و مشاهد آیاتی رو فرو می‌خوانده که قرآن از اونها تشکیل شده است. بنابراین قرآن شرح رؤیاهای پیامبر است. شعری داره مولانا که میگه هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. من در نوشته خودم آورده بودم که هست قرآن خوابهای انبیا. این کلمه خواب بعضی ها رو براشفت، خوابشون رو براشفت و بر من خورده گرفتند که چگونه میتوان پیامبر رو به خواب نسبت داد، در حالی که خود پیامبر از کلمات منقول از ایشان این است که تنام و عینی و قلبی یقظان، من میخوابم اما دلم بیداره. و شما حالا اومدی و میگی که حتی وحیم که به او میرسید حالت خواب داشت، خواب میدید، رؤیا میدید. خب نه، اینطور نیست. رؤیا همه جا چیز نازلی و خفیفی نیست. به قول فردوسی خود ما، تو مر خواب را بیهوده نشموری، یکی بهره دانی ز پیغمبری. از گذشته خواب رو، رؤیا رو جز و بهره های پیامبری می دانستن، نوعی پیغمبری، نوعی وحی می شمردن. و حتی در تورات اگر دیده باشید وحی تمام انبیا در خواب صورت می گرفته است بلا استثناء. فقط موسی هست که در تورات گفته شده است که خداوند با او مستقیما سخن می گفت و الا تمام انبیای دیگر، انبیای زیادی که نامهای فراوان دارند، از زن و مرد، حدود 12 پیامبر زن و بقیه پیامبران مرد، اینها همشون در رؤیا وحی رو تلقی می کردن و وحی‌هاشون حالت رؤیایی داره. یعنی وقتی که در تورات شما می‌خوانید همه صورت یک مناظری است که اینها مشاهده کردند و اونگاه اون رو بیان کردند. لذا اصل این که وحی یک پیامبری در رؤیا بر او ظاهر بشود به هیچ وجه امر بدیعی، امر عجیبی، امر کفرآمیزی، بدعت‌آمیزی نیست، بلکه اصلاً سنت سلسله انبیا این بوده است که وحیشون در رؤیا بر آنها ظاهر بشود. دست کم در سنت انبیای ابراهیمی و ادیان موسوی و عیسوی و اسلام. در مورد پیامبر اسلام هم ما دست کم می‌دانیم که ایشان
گفتند که 6 ماه قبل از اینکه به نبوت مبعوث بشن خوابهای صادقی می دیدن که از جنس وحی بود. حتی اولین وحیی که به پیامبر رسید که همه مورخان نوشتن و همه شما آشنا هستید، یعنی وقتی که در غار حرا بود و پس از عبادتها و ریاضتهای ماهانهی که هر سال داشت در 40 سالگی یا بنابر بعضی از روایات در 38 سالگی، در خواب جبرئیل بر او ظاهر شد. این اولین وحی پیامبر در خواب بود که میگوید که در خواب من جبرئیل رو دیدم که دوبار به من گفت بخوان و من گفتم من خواندن نمیدانم، چه بخوانم؟ تو به من بگو چه بخوانم. و بعد منو فشرد، تکون داد و اونگاه یک توماری رو که از حریر بود در مقابل من گرفت و گفت این رو بخوان، از روی این بخوان، که همون آیات 5 گانه آغاز سوره علق است. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، الی آخر. یعنی به پیامبر گفت بخوان، یعنی از روی این تومار، این کتابچه بخوان. و این در خواب بود. بعد میگوید که بیدار شدم. باری عرضم این است که رؤیا دیدن پیامبر و رؤیایی بودن وحی او به هیچ وجه امر انکار آمیزی نباید باشد. سخنی نیست که در اصل وحی تخفیفی حاصل کند و او رو از مرتبه اصلی خود فروتر بنشاند. اما خب حالا سخن من همه جا اکنون در این باره نیست، این رو من فقط بر سبیل مقدمه عرض کردم تا کسانی که اجمالا با آراء اخیر من آشنا نیستن یک آشنایی اجمالی حاصل کنند. در ضمن مباحث مربوط به رؤیای رسولانه، حرف دوم من این بود که این قرآن تولید خود پیامبر است و راوی در قرآن خود پیامبر است. چون تصور عموم ما، تصور عموم دینداران مسلمانان خصوصا این است که راوی خداوند است در قرآن، اوست که سخن میگوید و پیامبر سخنان رو میشنود و میگیرد. حتی خب آیاتی از قرآن هم هست که گویی به صراحت دلالت بر همین میکند. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم خبیر، تو یعنی تو ای محمد این قرآن رو از یک خدای حکیم خبیر میگیری، به تو میرسد. آیات این چنینی کم نیست در قرآن. عزیزانی که با قرآن آشنا هستند خودشون لاجرم در حافظه و در خاطره آیات دیگری هم که چنین مضمونی دارند دارند. خب اون آیات هم به ظاهر دلالت بر همین معنا می کند که گوینده، راوی، قائل خداوند است و پیامبر شنونده است و ناقل است و در مواردی هم مفسر است. اما این که در قرآن راوی پیامبر باشد، یعنی هم خود بگوید و هم خود بشنود، خب این البته سخن نامتعارفی بود که از قلم بنده بیرون جست. ولی این بیرون جستن به تصادف و به لهو و لعب نبود، بلکه پاره تأملات هم همراه او بود. و بعد از اینکه انکارهایی صورت گرفت، من هم در مقام پاسخ برآمدم و نکاتی رو بر سبیل توضیح افزودم و خب مسئله قدری روشن‌تر شد. تا اگر کسی مخالفت می‌کند در روشنایی مخالفت کند و اگر هم موافقت می‌کند در روشنایی. اینکه پیامبر راوی رؤیاهای رسولان است اصل تز بنده بود. رؤیاهایی رو رسول دیده است و خود او هم راوی این رؤیاهای رسولان است. عنوان مقالاتی هم که نوشتم همین بود و عزیزان آشنایی دارن. خب تا اینجا هم خب ما گفتیم و شنفتیم و به هر حال گفتگوهای در گرفت و گفتگوهای مفید و مثبت و سازنده‌ای هم بود. در اشعاری که مولانا در خطاب به خداوند داره میگه هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تلاش،
حالا من در خطاب پیامبر میگفتم هم بگو تو هم تو بشنو، هم گوینده توی هم شنونده توی. این رأی خب آشکارا یا ظاهراً با پاره از محتویات قرآن ظاهراً منافات داشت و به همین سبب چنان که گفتم اون رو بر نتافتند و در مخالفت شتافتند. این هم رأیی بود با ادله خودش و نقدهایی که بر او وارد آمد که فعلا اون هم محل کلام من نیست. این هم مقدمه دوم بود که یعنی بدانید که من در چه زمینه در چه کانتکستی سخن میگم و چه مبانی و مبادی رو مفروض گرفتم و از کجا حرکت میکنم، پشتوانه و پیشینه این سخنان چیست، از کجا برمی آید. خب حالا در دنباله همین نکته دوم که راوی پیامبر است و گوینده هم اوست و شنونده هم اوست و به اصطلاح مؤلف کتابی به نام قرآن اوست و به تعبیری که در همون نوشته های خودم آوردم خداوند محمد رو تألیف کرد و محمد قرآن رو تألیف کرد، لذا درست است که قرآن تألیف خداست اما تألیف محمد هم هست. درسته که تألیف محمد است، تألیف خداوند هم هست. در یک نسبت طولی اینها با یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام سهم و نقش خود رو دارند. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفته کافر است. مولانا میگه هم حق گفته هم پیامبر گفته، اما او پیامبر رو چنان ساخته که چنین بگوید، نه اینکه پیامبر تلفنی در دست داشته و در مناسبت‌های مختلف کسی به نام جبرئیل یا خدا در این تلفن چیزی میگفته و پیامبر هم اون رو میگرفته و با مردم در میان میگذاشته. نه، اینجا همه چیز عقل پیامبر است. در اینکه پیامبر راوی رؤیاهای رسولان است و اینکه هم قائل است و هم سامع است، هم گوینده است و هم شنونده، چندین نکته یعنی چندین پیامد که مستلزم این رأی هست هم در کلام من ظاهر شد. و اینکه قرآن رنگ و بوی عربی دارد، چون پیامبر عرب بود، از زبان قرآن که عربی است بگیرید تا مفاهیمی که در قرآن نشسته است. چرا قرآن عربی است؟ چرا؟ خب جواب سادش اینه که پیامبر عرب بودند و جز زبان عربی زبان دیگری نمی دانستند. مردم اطراف ایشون هم عرب بودند، قبیله ها و اون اقوامی که بودند هم عرب بودند، زبان غیر عربی نمی فهمیدند. پس این قرآن رنگ شخصیت پیغمبر رو گرفته است. همونطور که ابتدا گفتم ما با یه شخصی به نام محمد ابن عبدالله طرفیم که همه شخصیت او در کتاب او، در اثر او ریزش کرده است. همه شخصیت او، اولینش همون زبان اوست که بدون تردید چنین است. البته زبان ایشون در روایات و احادیث و گفتارهایی که ازشون نقل شده هم همین است. هیچ دلیل دیگری ما نداریم که پیامبر زبان دیگری میدونستن. البته در بعضی از روایات آمده است که دو سه کلمه فارسی از سلمان فارسی یاد گرفته بودند و یک بار که سلمان در مسجد دلش درد میکرد پیغمبر بهش گفتن شکم درد، همین دو کلمه رو میدونستن، دلت درد میکنه، شکمت درد میکنه، از شکم درد یا سلمان، ولی بیش از این نه. عرض میشود که و بعد فقط زبان نبود. البته اگر فقط هم زبان باشد امر عظیمی است، برای اینکه زبان حامل یک فرهنگ است، فوق العاده مهمه. زبان که واژه‌های مفرد و منفرد و دور افتاده از یکدیگر نیست که ما فکر کنیم که کسی به عربی سخن میگه فقط کلمات عربی به کار میبره. سخن گفتن به عربی یعنی کل فرهنگ عربی رو شما با خودتون حمل کنید در یک زبان. فارسی همینطور است، هر زبان دیگری همینطور است. یعنی این فرهنگ عربی وارد قرآن شده است. فرهنگ عربی یعنی چی؟ یعنی جهان بینی عربی، یعنی بینشی که نسبت به عالم داشتند،
بینشی که نسبت به اخلاق داشتن، نسبت به اقتصاد داشتن، نسبت به زندگی داشتن، نسبت به خانه سازی داشتن، نسبت به سماوات داشتن، نسبت به تاریخ گذشته خودشون داشتن، اینا همه در زبان می نشینن، حتی ناآگاهانه وارد ذهن ما می شود. به نحو نامرئی زبان این اجزاء رو در خود جا می دهد. بی جهت نیست که فلسفه دانشی به نام فلسفه پس از قرنها غلط زدن و چرخیدن و گردیدن امروز به فلسفه زبان رسیده است. این در واقع اوج فلسفه ورزی آدمی است، چون زبان تجلیگاه همه وجود آدمی است. همه وجود آدمی است شخصا و اجتماعا، مادتا و صورتا و فردا و تاریخا، و بعد نه فقط شخصی بلکه همه پیشینه تاریخی رو با خودش حمل میکنه. ما وقتی یه ضرب المثل رو به کار میبریم، یه نیم بیت یا بیتی از سعدی یا مولوی یا دیگری میخونیم، هزار حرف با هم میزنیم که در اون نیم بیت ریخته شده، مثل یک سبویی که یه دریا رو در اون ریختند و اون رو با هم مبادله میکنیم. فقط چند تا واژه خشک و خالی نیست که مبادله میکنیم، در زبان عربی و هر زبان دیگری اینطور است. خب در واقع قرآن از این طریق هم مسب و ریزشگاه اندیشه های عربی بود و اون جهانبینی رو با خودش وارد قرآن کرد. شما نگاه کنید، مثلا میگم وقتی که در قرآن آمده است که خداوند پادشاه است، الملک القدوس العزیز الحکیم، خب این مفهوم پادشاه از کجا اومده؟ توی قرآن هیچ وقت نیومده که خداوند رئیس جمهور است یا نخست وزیر است، برای اینکه همچی چیزی وجود نداشته، ولذا نیومده. خب به همین سادگی و مفهومی از حاکمیت که شناخته شده بود، مفهوم ملوکیت بود، مفهوم پادشاهی و سلطنت بود، و خب این مفهوم هم آمده و به خداوند هم نسبت داده. خداوند رب شمرده شده است، رب الارباب شمرده شده است. مفهوم اربابی که ما امروز هم میشناسیم و البته بر افتاده، خب در اون زمان مفهوم شناخته شده ای بود. خداوند رب است و رب الارباب است و ملک الملوک است و و غیره و غیره. حتی شما تفاوت وحی های پیامبران رو هم از همین طریق میتوانید به دست بیاورید که فوق العاده مهم است. وقتی که خدا با موسی سخن گفت، چنان که در تورات هست، موسی گفت خدایا من به قوم خودم بگم کی با من حرف زد، کی با من سخن گفت، من تو رو چجوری معرفی کنم. خب میدونید دیگه، در تورات خدا به گفت آی ام، من آنم که هستم، من همانم که هستم، هیچ صفتی برای خودش ذکر نکرد. خیلی این جمله مهم است به لحاظ فلسفی و الهیاتی. در تورات نگفت من پادشاهم، نگفت من رب الاربابم، نگفت من خالق آسمان و زمینم، نگفت من عادلم، حکیمم، سمیعم، بصیرم، هیچ از این اوصاف اصلا به کار نبرد. گفت من همانم که هستم، پیور بینگ، وجود خالص. خب این وجود بی صورت به تعبیری که میتوان از مولوی آموخت و به کار برد. ولی وقتی که شما در قرآن نگاه میکنید، میبینید که قصه موسی رو وقتی که بیان میکنه و میگه که در مواجهه موسی و پروردگار، خداوند به او گفتش که انی انا الله رب العالمین، من رب العالمینم، یعنی با یک صفت خودش رو معرفی میکند، ارباب همه جهانیان، خداوند همه آفریدگان، همه ساکنان کائنات. من همانم که هستم یعنی یک خدای بی صورت، این در قرآن نیست. خب از همینجا شما میبینید که این دو پیامبر دو منظر مختلف داشتن، این از دو نظرگاه به خداوند نگاه میکردن. همون که مولانا گفت از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و یهود، اختلاف مؤمن و گبر و یهود از نظرگاه پیامبران آنهاست. چون اون point of view به اصطلاح، اون نقطه نظر اینها متفاوت بود،
آفرینش رو، عالم رو، هستی رو گوناگون میدیدن، خداهای اونها متفاوت بود، لذا ادیانشون متفاوت شد، شرایعشون، عباداتشون متفاوت شد و الی آخر. یه وقتی با جناب آقای شبستری دوست عزیزمون سخنی داشتیم، ایشون میگفت در قرآن اصل خداوند است، در اسلام. من به ایشون گفتم نخیر، اصل پیامبر است، محمد است. حتی خدایی که ما میشناسیم خدای محمد است. یعنی درست است که اصل در اسلام توحید است، خداست بدون تردید، قائمه دیانتهای ابراهیمی خدای واحد است. اما کدوم خدا؟ خدایی که فیلسوفان میگن، خدایی که افلاطون میگه اگر بگه، یا ارسطو یا فیلسوفان دیگر، یا خدایی که موسی میگه، خدایی که عیسی میگه، خدایی که محمد میگه؟ نه، تفاوت خیلی زیاده. پاسکال، فیلسوف مشهور فرانسوی و ریاضیدان که نامش رو حتما شنیده اید، میگفتن یه مردی بود مجذوب خداوند و بر این جیب جلیقه خودش یک کاغذ کوچکی رو سنجاق کرده بود، نوشته بود که خدای ابراهیم، خدای موسی، خدای عیسی، نه خدای ارسطو، نه خدای افلاطون. این رو خیلی خوب میفهمید که خدایی که فیلسوفان معرفی میکنن یک خداست، خدایی که پیامبران معرفی میکنن یک خدای دیگر است. نمیگم اینا لزوما ضد یک دیگرن، اما تفاوت‌هاشون رو حتما باید در نظر گرفت. درسته که در قرآن اصل توحید است بدون تردید، مهمترین تجربه پیامبر هم تجربه توحیدی او بود، یعنی همه عالم رو یکی میدید و برآمده از یک هستی واقعی، اما اون یکی که و اون توحیدی که او میدید و او میفهمید و میشناخت که 100% با موسی یکی نبود، 100% با عیسی یکی نبود، با پیامبران دیگه یکی نبود، و از این تفاوت هیچ خللی هم بر نمیخیزد. آدمیان متفاوتند، پیامبران هم با هم متفاوتند. قرآن به ما میگه لا نفرق بین احد من رسله، ما میون پیامبران تفاوت نمیذاریم، یعنی با هم اختلاف ندارن، یعنی تخالف ندارن، یعنی دشمن یکدیگر نیستن، اما تجربه هاشون متفاوت است. یکی مثل درخت سیب، یکی مثل درخت آلبالو، و همه اینها هم مقبولند و همه اینها هم نیکوان، همشون هم بوستان آفرینش رو رنگین‌تر و اطراگین‌تر میکنن. باری خدای محمد خدای خاص او بود و در شناخت این خداوند شخصیت محمد دخالت داشت، برای اینکه شخصیت هر یک از ما یه تلسکوپیست واقعا که به سوی آفرینش و به سوی واقعیات گشوده می شود. ما وقتی که به عالم نظر می کنیم فقط با مغزمون تماس نمی گیریم، با همه هستیمون تماس می گیریم، با بیرون از خودمون، چه با دوستانمون، چه دشمنانمون، چه طبیعت، چه ماورای طبیعت، فرقی نمی کنه. ما یک محدوده ای داریم و این محدودیت ما رنگ می زند به همه ادراکات ما. مولانا در اون بیت فوق العاده عالیش میگه تا بدانی کاسمان های سمی هست عکس مدرکات آدمی. اگر کسی ایدئالیزم رو به اصطلاح امروز میخواد در شعرهای مولانا پیدا کنه، به این بیت نظر کند. تا بدانی کاسمان های سمی هست عکس مدرکات آدمی، بدان که این آسمان بلند انعکاس ادراکات ماست. یعنی ما در فهم کائنات از ادراکاتمون بهره میبریم، یعنی انعکاسشون بر اونها میفته، اونها رو در ظرف ذهن خودمون وارد میکنیم، قبا میپوشانیم، جامه میپوشانیم، رنگ میدهیم، زنگ میدهیم و به شکلی که مناسب ماست اون رو در میآوریم و هر قومی البته این چنین میکنن. خب اینکه قرآن تألیف پیامبر است و مؤلف در تألیف خود ظاهر می شود، اگر اون سخن درست باشد که قرآن تألیف پیامبر است، لذا این هم درست است که مؤلف در تألیف خود ظاهر می شود. پس ما برای پیامبر شناسی، اونم به معنای عمیق کلمه، نه اینکه فقط حرفای او رو بشنویم، بلکه حتی روحیات او رو بخوایم بدانیم،
باید به تألیف او نظر کنیم، یعنی ببینیم این مؤلف کی بوده که چنین سخن میگفته. و من امروز حدیث نفس پیامبر رو از طریق قرآن میخوام با شما البته اجمالا در میان بگذارم. من در نوشتهای خودم همین مقدار قبلا آورده بودم، اونا رو اکنون تکرار نمی کنم، که قرآن به لحاظ بلاغت پست و بلند دارد و این نکته ایست که پیشینیان هم به او اذعان کرده بودند. مفسران این رو نوشتند که پاره هایی از قرآن از نظر بلاغتی و ادبی بسیار رفیع است، فوق العاده است، درست شبیه فرض کنید شعرهای حافظ، شعرهای سعدی، که بعضی از اونها در اوج بلاغت است، پاره از اونها هم چندان بلیغ نیست. مولوی همینطوره، همه همینطوره، قرآن هم اتفاقا همینطوره، از این قاعده مستثنا نیست. یکی از شعرهای قدیم گفته بود که در کلام خالق سبحان که وحی منزل است، کی بود تبت یدا مانند یا ارزبلعی. یا ارزبلعی یک آیه مهمی است در قرآن که پاره از مفسران گفتن بلیغ ترین آیه قرآن است، مربوط به طوفان نوح است. وقتی که طوفان بالا گرفت و نوح با سرنشینان کشتی بر بالای موج قرار داشتن، اونگاه قرآن میگوید که خداوند به طوفان، به سیل دستور داد که فرو بنشیند و به نوح و سرنشینان کشتی هم دستور داد که فرو آیند از کشتی. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قیل الماء و قضی الامر استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. و آب گفتیم که فرو بنشین، آب فرو نشست و دریا آرام شد و کشتی بر گل نشست و کافران هم همه مخذول و خار شدن. گفتن این آیه بسیار بلیغه، اهل ادب و بلاغت هم نکته ها آورده اند و بسیار در باب چگونگی بلاغت این آیه سخن گفتن. از اون بر ما یه آیه دیگه در قرآن داریم که تبت یدا ابی لهب و تب، سوره ابو لهب، که شکسته باد دست ابو لهب. این تبت یدا ابی لهب خیلی جمله ساده ایه، هیچ ادیب بزرگی رو لازم نداره که این رو بگه. و باز این رو من نمیگم، ادبای عرب گفتن این از حیث بلاغت سخن خیلی معمولیه، خیلی خیلی معمولی، مثل که من میگم حال شما چطوره، مثل در همین حده، هیچ لازم نیست که من یک ادیب بلیغ درجه اولی باشم در فصاحت سعدی. خب چرا این پست و بلندی وجود داره؟ خب این به دلیل بشری بودن تألیف پیامبر است. مؤلف یک انسانه، انسان روحش، مغزش پستی و بلندی داره، گاهی در اوجه، گاهی در فروده، گاهی حالش خوشه، گاهی احوالش ناخوشه، گاهی ملوله، گاهی شادمانه. همه اینها وقتی که خداوند، البته این صفات درش جاری نیست، گفت به قول سعدی نگویم لب ببند و دیده بردوز، ولیکن هر مقامی را مقالی، خطاب به ما آدمیان میگه، زمانی شعر و شطرنج و حکایات که خاطر را بود دفع ملالی، زمانی بحث علم و درس تنزیل که باشد نفس انسان را کمالی، خدای است اون که ذات بی مثالش نگردد هرگز از حالی به حالی. خداوند حالی به حالی نمیشه که یه روزی بگیم ملوله موسیقی گوش بده، چند تا شعر بخونه، شکلاتی بخوره تا حالش خوش بشه. نه، بر او اینها جاری نیست، اما در آدمیان که جاری است، مثلا آدمی یعنی همین. بنابراین پیامبرم ملول میشه، پیامبرم گاهی خسته میشه، گاهی ذهنش خوب کار نمیکنه، گاهی خوب کار میکنه، و اینا همه در آثارش جاری و ظاهر میشه. لذا یه وقت یه آیه از دهان او بیرون میاد، تألیف اوست، ساخته اوست، مثل یه شعری که از شاعری صادر میشه، عالی در اوج. گاهی هم نه، گفت گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی تا زیر پای خود نبینم. بالاخره شما مولانا را اگر مراجعه کنید، خب مولوی آدم شادی بود، همیشه شاد بود، نادرن ملول میشد، خسته میشد. در غزلهاش شما یک آدم بسیار چالاک رو میبینید از نظر روانی، که این جریانات چالاک روانی اصلا به او مهلت نمیده، همینطور سخن بیرون میریزه، بیرون میریزه. نادرن هم میگه که این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم، بی دلم، معذور دار.
می شمارم برگ های باغ را، می شمارم بانگ کبک و زاغ را. یه وقتام احوالش اینطوریست، میگه مثل کسی که نشسته همطوری سرگرمی کار بیهوده میکنه، برگا رو همطور میشموره، نگاه میکنه ببینه مثلا فلان کلاغ چند دفعه قار زد، ببینه یه کارهایی که هیچ معنا نداره، هیچ حاصلی نداره. من در این حالم. یا یه جایی مرتبه به حال میاد با خودش که گفتگو میکنه، در اون نکته سنجی های خیلی دقیق و عمیقی که در دفتر سوم داره، ظاهرن مولانا شعر میگفت، خب سبکش هم این بود دیگه، در یه مجلسی میگفت و کاتبان مینوشتن، در خانه نمیرفت در پستو شعر بسراید. در مجلسش دیده بود که بعضی ها چرت میزنن، اینجا کس چرت نمیزن، البته اونجا رو میگه، عرض میشود که خب خوشنود نبود، یعنی دوست نداشت که ببینه که یه عده‌ای چرت میزنن، بی اعتنایی میکنن، سخنش رو به جان نمیشنوند. گفت که این رسولان ضمیر رازجو، مستمع خواهند اسرافیل خو. نخوتی دارند و کبری چون شهان، چاکری خواهند از اهل جهان. تا رسالتشان به جاگه ناوری، تا ادبهاشان به جاگه ناوری، از رسالتشان چگونه برخوری. گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. همه تون اگر حاضرید یکی تون چرت میزنه دیگه من نمیتونم حرف بزنم. گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. این رو گفت، ولی بعد دوباره با خودش چالش کرد، گفت لیک بار بی رغبتی ها ای ضمیر، صدقه سلطان میفشان وا مگیر. اسب خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان. فرخون ترکی که استیزه نهد، اسب خود در خندق آتش جهد. گر پشیمانی بر او عیبی کند، اول آتش در پشیمانی زند. خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. گفت نه، در ملولان منگر و اندر جهان، نگاه نکن به این ملولان، اسب خودت رو بجهان، برو پیش. اول داشت انان واپس میکشید و میخواست از مرکب پیاده بشه و ملولی ملولان او رو از ادامه راه باز میداشت، اما نهیبی به خود زد و گفت که صدقه سلطان بیفشان و مگیر. عین این احوال بر پیامبر، بر پیامبران هم میگذشته است. گاهی ملول، گاهی خسته، گاهی رنجیده، گاهی پشیمان، گاهی نگران، گاهی مردد بودند. و اون تصویری که مردم دارند، تصویر فوق بشری از پیامبران، این تصویر در قرآن نیست. و من همین رو میخوام عرض کنم، نه اینکه اونا پیامبر نباشن، ولی فوق بشر و فوق انسان نبودن، مشمول همه این احوال بودن که یک آدمی مشمول اون میشود، از اون جهت که آدمی است و معاف از این احوال نیست. خب این ابیات مولانا رو ابتدا براتون بخونم که خب فوق العاده پرمغز و پرمعناست. میگوید که هست قرآن حالهای انبیا. ببینید، دقت کنید در این کلمات و واژه‌هایی که مولوی به کار می‌بره. نمیگه که قرآن تاریخ انبیاست، داستان‌های انبیاست، این رو نمیگه. میگه حالهای انبیاست، بیان احوال پیامبران است. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. گر تو در قرآن حق آویختی، با روان انبیا آمیختی. اگر وارد قرآن بشی، وارد روانشناسی انبیا شدی. چون تو در قرآن حق آویختی، با روان انبیا آمیختی. ور بخوانی و نئی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. گفت حالا اگر قرآن را بخونی و نفهمی، فرض کن خود انبیا و اولیا را هم دیده بودی، چه حاصل؟ اما وقتی که وارد قرآن میشی، با روان انبیا می آمیزی، با روان انبیا، نه قصه هاشون، نه تاریخشون، نه اقوالشون حتی، بلکه احوالشون. این نکته سنجی یک عارف است، یه عارف قرآن شناس، یه عارفی که
شریک تجارب نبوی بوده است، شریک مواجید و ازواق پیامبر بوده است، کسی که قائل بود که به خودش هم وحی میشه، بهره حظی از وحی داشت و میگفت که از پی روپوش عامه صوفیان وحی دل خوانند، آن را در بیان وحی دل گیرش که دل آگاه اوست، که خطا باشد که منزلگاه اوست. مؤمنا ینظر به نور الله، شدی از خطا و وهم بیرون آمدی. میگفت به ما هم وحی میشه، الهام میشه، منتها ما به خاطر اینکه عوام در ما طعن نزنند اسمشو وحی نمیگذاریم، و الا ما هم بهرمند از وحی نبوی هستیم. در همون ابتدای دفتر اول یه مقدمه بلندی به زبان عربی داره مولانا، دفتر اول مثنوی، اونجا صریحا تمام صفاتی که قرآن برای خودش نقل کرده او برای مثنوی نقل میکنه. میگه کتاب من همون اوصاف رو داره، لا یمسه الا المطهرون، همین توصیفی که قرآن برای خودش میکنه که فقط پاکان به این کتاب دسترسی دارن. او میگه در مورد این کتاب من هم این صادق است. خب، یا وقتی که در اواسط دفتر سوم مثنوی، هنگامی که قصه عاشق بخارایی و صدر جهان رو بیان میکنه، ظاهرا در شهر قلقله و ولوله علیه مولانا پیچیده بود و این همیشه بود، او رو نمیپسندیدن، مشی او رو، طریقه او رو. این بار گویا خیلی بالا گرفته بود، به طوری که مولانا رو وادار به عکس العمل کرده بود، اونم عکس العمل تند و عتاب‌آمیز. خربتی ناگاه از خرخانه ای سر برون آورد، چون تعانه ای که این سخن پست است. یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی نیست، در وی ذکر اسرار بلند که دوانند اولیا اون سو سمن. گفت یک خربت به قول او، یک مرغابی گنده و تنبل، از یک خرخانه ای سر برون آورد چون تعانه ای، تعن میزند در من، و میگه این مثنوی که چیزی نیست، چند تا قصه است، چند تا افسانه است و اسرار بلند در اون نیامده است، معارف عالی در اون نیامده است. مولوی جوابی که میده چیه؟ میگه قرآن که اومدم همین تعنه ها رو میزدن، که اساطیر است و افسانه نژند، نیست در وی ذکر اسرار بلند. بله، خب در قرآن هم هست که این هی الا اساطیر الاولین، اینا اسطوره ها و افسانه های پیشینیان است که پیغمبر جمع کرده و داره تحویل مردم میده. و بعد مولانا میگه که ولی شما نگاه کن، خود بدیدید ای که طعنه میزدید، که شما فانی و افسانه بودید. خود بدیدید ای خسان طعن زن، که شما بودید افسانه نه من. حالا ببینید کیا از بین رفتن و کیا موندن. اون طعن زنان رفتن، اما این قرآن موند، برای اینکه در او یک ریشه بود، یک جوهری بود که این رو ماندگار کرد. ولی اونها که هزار طعن در او زدن، اونها همه از میان رفتن. اون در مورد کتاب خودش هم همین رأی رو داره و میگوید که خود بدیدید یک خسان طعن زن، که شما بودید افسانه نه من. یه چنین آدمی با یه چنین درک و دریافتی از خیشتن و از نبوت، ایشون به ما میگوید که قرآن حالهای انبیاس و روانشناسی انبیاس، چون که در قرآن حق آویختی با روان انبیا آمیختی. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. خب اگر اینطوره، حالهای خود پیامبر اسلام هم باید در این کتاب ظاهر بشه، فقط حالهای انبیای پیشین نیست، اتفاقا بیشتر احوال خود این پیامبر بزرگوار، یعنی مؤلف این کتاب است که در او باید ظاهر بشه. گفتم ما چون در مورد پیامبران گاهی یه درک‌های نارسایی داریم، یا یک نسبت‌های ناروایی میدیم، یک ایده‌های گزافی داریم، اینا باید تصحیح بشه. و اتفاقا بهترین مصحح اونها هم همین کتاب نبوی است، همین قرآنی است که خود ایشون در اختیار ما نهاده یا تألیف کرده و به دست ما سپرده است. ببینید، از باب مقایسه، در تمام قرآن یک معجزه برای پیامبر اسلام نقل نشده. هیچ جا پیغمبر نگفته است که من چنان کار خارق العاده ای را انجام دادم. این رو شما مقایسه کنید با انجیل، با چهار تا انجیل، انجیل
متا و لوقا و مارک و یوحنا و اینا، از اول تا آخر این انجیل ها ذکر معجزات عیسی است. حالا اینا که معتبر است یا نیست الان بحثی نداریم، اما کتاب پر از این هاست. در هر قدم که عیسی علیه السلام میرسه، یا یک کوری رو شفا میده، یا یک مسروعی رو شفا میده، یک جزامی رو شفا میده، یه مرده‌ای رو زنده میکنه، روی آب راه میره، گرسنگان بسیاری رو 5000 نفر رو با 5 قرص نان سیر میکنه، بچه 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 و آخرش هم شراب رو آب میکنه. چه میکنه؟ هر قدم که شما میرید میبینید که معجزه ای از ایشون صادر میشود. اصلا کتاب معجزات است، علاوه بر البته کلماتی که به ایشون نسبت میدن. حتی در وفات عیسی یا بر دار رفتن او مطابق اناجیل، خب خیلی حوادث خارق العاده رخ میده دیگه. در بعضی از اناجیل چیزای عجیبی نوشتن. کمترینش این است که وقتی عیسی آخرین نفس رو کشید، یک مرتبه پرده های اون معبد بزرگ یهودیان از هم شکافت و طوفان غریبی در شهر وزید، هوا برای مدتی تیره و تار شد. همون چیزایی که بعدها راجع به امام حسین هم گفته شد که در روز عاشورا این اتفاقات افتاد، اینا درست از روی انجیل برداشته شده بود. اما یک چیز عجیبی که در انجیل متا هست این است که وقتی که عیسی آخرین نفس رو کشید و جان به خداوند تسلیم کرد، طوفانی شد و قوقایی شد و یک مرتبه تمام قدیسان پیشین، پیامبران پیشین از قبراشون آمدن بیرون و توی شهر اورشلیم روان شدن تو کوچه و بازار. شما نگاه بکنید، این عیناً در خود انجیل هست، بخوانید. یک دونه از اینا که هیچی، یک هزارم از اینا راجع به پیامبر اسلام در قرآن نیست. من کاری به احادیث ندارم، احادیث از این چیزا عجیب و غریب فراوان در اونها هست، به اونا اعتنا نکنید. از این روایات ساختگی خب خیلی زیاده دیگه. این اخیراً دیدم یه آقای بالای منبر میگفت که سلمان فارسی داشت کنار رود فرات رد میشد، مرتبه به این فکر افتاد که سرچشمه رود فرات کجاست، از کجا این آبا میاد. خلاصه در همه افکار بود که مرتبه اتفاقی افتاد، یه موج بلندی در این رود فرات حادث شد و سلمان رو در کام کشید. رفت و سلمان هم همینطوری دیگه نمیدونست به کجا میره، و رفته رفته و تا چشماشو باز کرد و دید در مقابل یک قصر خیلی بزرگی پر از اتاق. همینطور حیران و سرگردان وارد این قصر شد و رفت و این سو و اون سو، دید لای در یه اتاقی وازه. گفت ببینیم چه خبره، بقیه قفل بود. همین که لای در وا کرد، دید مولا علی روی منبر نشسته، دستاشو اینجوری رو منبر گذاشته، از زیر ناخوناش هم تو رو آب میاد و این سرچشمه رود فراته. از این یاوه ها بعدم میگفت اینو تو فلان کتاب نوشته. خب فلان کتاب که یاوه‌گوی مثل خود این آقا اون کتابو نوشته، اینم رفته همین یاوه ها رو اون نقل میکنه. آره من به اینا کاری ندارم، اینا خیلی زیاده، ولی شما توی قرآن نگاه کنید یک دونه از این معجزات نیست. ابن خلدون مورخ بزرگ اسلامی قرن هشتم میگوید پیامبر اسلام دو معجزه بیشتر نداشت. یکی همین قرآن بود، دومیش اتحاد بخشیدن به قبائل متخاصم عرب. همین. و این فوق العاده است، برای اینکه اولا معجزه آشکاره و واقعا هم همینطوره. یعنی خود قرآن هم بر عرب ها منت میگذاره و میگه که شما خون هم دیگر رو میریختید، شب و روز به یکدیگر حمله و هجوم میبردید. این مرد آمد، الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما رو برادر هم کرد. و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، بر لبه آتش بودید، شما رو گرفت و نجات داد. خود پیامبر یک جایی هم در سخنان خودشون میگفتن من در یکی از مکاشفات هم شما مردم رو مثل حشراتی، مثل پروانه هایی میدیدم که دور آتش میگردید، دارین میفتید تو آتش، و من همینطور با دستم شما رو میراندم که در آتش نیفتید. این معجزه پیامبر بود. یکی قرآن که هست، دومی اتحاد و ائتلاف دادن بین قبائل متخاصم و خونریز عرب. ابن خلدون میگه
خب درستم میگه، یعنی ایشون هم با این سخن خودش خط بطلان میکشه بر تمام اون روایات دروغینی که تحت عنوان معجزات از پیامبر اسلام نقل شده و یا از دیگران، از امامان شیعه و غیره، که متاسفانه ما هر روز این خرافات رو از بر منابر و مجالس در ایران میشنویم و حجمش و غلظتش بعد از انقلاب هم باز با کمال تأسف باید گفت خیلی بیشتر شده، یا دست کم وسعت و فراگیریش بیشتر شده است، چون خب رسانه ها اینا رو همه رو پخش میکنن. در قرآن در مقایسه با انجیل شما یک معجزه از پیامبر نمیبینید. البته یک شق القمر در قرآن هست که اون رو هم بسیاری از مفسرین گفتن اصلا معنای شکافتن ماه نداشته، به معنای همون حوادثی است که روز قیامت رخ میده. خب این نکته ایست. یعنی چی؟ یعنی این پیامبر، این مرد خیلی داره خودش رو عادی معرفی میکند و بارها هم که رفتن به او گفتن که شما معجزه‌ای به ما نشون بده مثل گذشتگان، گفت سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، مگه من بیش از یک انسانم؟ چه انتظاراتی از من داری؟ خیلی ساده، هل کنت الا بشرا رسولا، مگه من غیر از اینم که یه بشرم، یه آدمم، رسولم، یعنی مأموریتایی دارم، نیومدم که اینجا معجزه بکنم، سحر و جادو بکنم، تئاتر تشکیل بدم، نمایش برای شما برپا بکنم که بیان بشینین تعجب کنید، نمیدونم، این حرفا نیست. من یه مأموریتایی دارم، یه حرفایی نسبت به شما بزنم، خودم هم یه آدمم مثل شماها و تمام شد. این یه نکته ای که خب خیلی تو قرآن ظاهره و من فکر میکنم که یک مسلمان این نکته رو بعد خیلی به گوش هوش بشنود، پیامبر خودش رو چگونه میشناسد و بر یک درجاتی که ورای شأن انسانی است او رو ننشاند. آدمی با همین آدمی بودن خودش، یعنی با همین احوال آدمیتش، خیلی میتونه به خدا نزدیک بشه. ما هیچ کم نداریم، یعنی وجود ما یه نردبانی است که از این نردبان میتونیم بالا بریم. اون غزل لطیفی که مولانا داره میگه، در واقع در مورد آدمی میگه و عشق آدمی به تقرب به خدا، میگه اگرچه شرط نهادیم و امتحان کردیم، ز شرط ها بگذشتیم و رایگان کردیم. اگرچه بام بلند است آسمان مگریز، چه غم خوریز بلندی که نردبان کردیم. اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنیم، اگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردیم. آدمی حتی گرگم باشه، دیوم باشه، بر اثر عشق الهی به قول مولانا، دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت و دیوی بمرد. آدمی دیوم باشه، وقتی عاشق شد جبرئیل میشه، فرشته میشه. خب این صفت در ما هست، این خصوصیت در ما هست، با همین آدمیتی که داریم خیلی سیر بلندی میتونیم. معراج پیامبر همین بود و مولوی به ما میگه به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. شما که پیرو به اون پیامبرید، مگه اون معراج نرفت شما هم برید؟ اون معراج رفت نه به خاطر اینکه به ما بگه ببین من از شما برترم، برای اینکه بگه من راهو واس کردم، شما میتونید به معراج برید، میتونید، خیلی مهمه، شما میتونید به مقام نبوت نزدیک بشید با همین بشریتی که دارید، با همه نقصانهایی که در وجود همه ما هست، ولی چه غم خوریز بلندی که نردبان کردیم. نه ترس، نه بو این آسمان خیلی بلنده، ما نردبون زیر پات میذاریم، میتونی به اون آسمان بلند هم برسی. خب حالا بیام سراغ اوصاف دیگر پیامبر. ببینید ما در مورد پیامبران پیش از حضرت محمد داریم که اینا گاهی در رسالت خودشون دچار تردید میشدن، گاهی در وعده نصرت خداوند دچار تردید میشدن. ما معمولا پیامبری رو ملازم با یقین مطلق میدانیم. اینطور نیست، اینطور نیست، قرآن این رو به ما نمیگوید. در سوره یوسف، در آیات پایانی سوره یوسف هست که حتی از استی اثر رسول، کار به جایی رسید که پیامبران مأیوس شدند و ظنوا انهم قد کذبوا یا کذبوا، هر دو جور، گمان بردند که به آنها دروغ گفته شده است. یعنی این که خدا به او گفت شما رو نصرت میکنیم دروغ بوده، همه چیز دروغ بوده، خیال بوده، وهم بوده. کارشون به اینجا رسید،
حتی از استی اثر رسول در حین یز اتاهم نصرنا، نصرت ما آمد. پس پیامبری با یأس قابل جمع است، با نومیدی، با شک و تردید که شاید اصلا تا حالا ما خیالات میکردیم، تخیلات میکردیم، این چیزایی که ما دیدیم به ما گفتن شاید این چنین نبوده، فوق العاده حالت دشواری هم هستیم. یعنی ما پیش خودمون میگیم پیامبران چون پیامبرن و به خدا نزدیکن خوشن، چون این دنیاشون که عالیه، اون دنیا هم که دیگه تضمینی تو بهشتن. ولی باور کنید اینطوری نیست، باور کنید اینطوری نیست. این شک ها و تردید ها در وجود پیامبران بدترین شکنجه هایی بود که اینا می بردن، بدترین شکنجه ای که تصورش برای آدمیان عادی ناممکن است. مولوی میگه موج های تیز طوفان های روح هست صد چندان که اون طوفان نوح. این موج هایی که در دل آدمی برمیخیزه هزار برابر طوفان نوحه، میشکنه، خورد میکنه. پیامبران با این چیزا مواجه میشدن، یه عمری دل به چیزی بسته بودن، همه سرمایه وجودشون رو در گرو اون نهاده بودن، به دیگران هم تبلیغ میکردن، میخواندن و تضمین میدادن. یه چنین روحی چطور دچار این وسوسه میشود که شاید دروغ بوده، شاید ما خطا کردیم؟ ببینید، بدترین حالت برای عیسی بر صلیب رفتنش نبود. چی بود؟ اون جمله آخری که بر صلیب گفت، مطابق دو تا از اناجیل گفت خدایا چرا منو ول کردی؟ یادتونه دیگه، ایلی ایلی لما سبکتنی، به زبان آرامی God why have you forsaken me، چرا منو ترک کردی، چرا وانهادی؟ من به تو تکیه کرده بودم، همه این بردار رفتن من، خون ریختن خون من، همه رو به عشق تو و به امید تو بود. یه حالتی در اونجا به دست به او دست داده بود که ما نمیدونیم. اون بدترین شکنجه عیسی بود، نه اینکه بردار رفت، نه اینکه پهلوی او رو دریدن، نه اینکه آب دهن به روی او انداختن، که این کارا رو کردن مطابق اونچه که در انجیل آمده. اونا همه سخت بود، سخت بود، البته که سخت بود، اهانت ها کردن، ولی این از همه بدتر بود، از همه بدتر بود که احساس کند که عشق او رو وانهاده است. خب این حالت برای یه نبی مثل عیسی در آخرین مراحل رشد روحی او رخ میدهد. جان خودش رو برای خدا داده، در انجیل هست، شب قبل دائما دعا میکرد، اون مناجات های عجیبی که عیسی با خداوند داشت، ادونای خدای من این حکم رو، این تقدیر رو از من بردار، مناجات میکرد، از خدا میخواست که این حکم بر او جاری نشود، بردار نرود. ولی برگشت به طرف دوستانش، گفت نه، فرمان حق اجرا خواهد شد. یعنی دعای او مستجاب نشده بود و او هم تن داد، تسلیم شد و رفت و بر سرش آن آمد که آمد. اما این بدترین شکنجه او بود که حس می کرد که برای کسی که این همه فداکاری کرده و همه چیز خودش رو در گرو او نهاده، او پشت کرده، یا اصلا حاضر نیست، یا وجود نداره، یا همه چیز وهم بوده. خیلی عجیبه، امتحان خیلی سختی است. پیامبران این امتحانها رو گاهی از سر می گذراندن. ما در مورد یونس نبی هم در قرآن داریم، و ظنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ذنون یعنی یونس، نون یعنی ماهی، ذنون یعنی صاحب ماهی، یعنی همون یونس. این فرار کرد، از دست ما خشمناک بود، برای اینکه احساس میکرد وعده خدا وفا نشده، خشم گرفته بود به خدا و عصبانی شده بود. مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، فکر میکرد که ما نمیتوانیم او رو بگیریم، بر او چیرگی نداریم. بعد که بالاخره متفتن شد به مسائل، توبه کرد نزد خداوند و توبه او هم مقبول افتاد. خب اگه این احوال برای پیامبران دیگه بوده، بر پیامبر اسلام هم هست. من حالا چند تاش رو براتون میخونم. ببینید چند جا تو قرآن هست
به پیغمبر میگه ان کنت فی شکن مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک. اگه شک داری از رسالت خودت برو از ملاهای یهودی و ملاهای مسیحی بپرس. این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ چرا خدا باید به پیغمبرش این رو بگه که اگه شک داری برو ببین اسمت تو کتاب اونا نوشته یا ننوشته؟ ان کنت فی شکن، به همین تعبیر صریح، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، برو از اونها بپرس که پیش از تو کتاب بر اونها نازل شده و نام تو در اون کتاب ها آمده است. حالا ما البته یهودی ها و مسیحی ها منکرن، میگن نام پیامبر شما تو کتاب ما نیامده. این حالا یک نزاع کلامی الهیاتی میون مسلمان ها و ادیان دیگر، فعلا وارد اون نمیشیم. اما دست کم در قرآن این چنین است که نام پیامبر در الذین یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، قرآن میگه که یهودی ها و مسیحی ها نام پیامبر رو مکتوب میابند نزد خودشان در تورات و انجیل. اون رو چه عرض کنم؟ ولی به هر حال به پیامبر میگه که اگه تردید داری، اگه در دلت شکی جاری شده است، یا چندین آیه دیگه ما داریم در قرآن که اینا دلیلی نداره نازل، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق از خداست، شک نکن. یعنی معلومه که یه مواردی است که پیامبر دچار تردیدهای شده، میگه مبادا شک کنی، اینی که به تو رسیده حق، مطمئن باش، همینه، تردید نکن. خب برای اینکه کسی رو از تردید بیارن بیرون باید به او اطمینان بدن دیگه، هی دائما اطمینان بدن، فکرای دیگه نکن، خلاف به تو نگفتند، اشتباه نکردی، دچار تردید نشو. خب این همه حوادث رخ میداد، این همه مخالفت ها صورت میگرفت، گاهی برای مدت ها پیغمبرش تجربه روحانی تازه‌ای نداشت، روحش کدر میشد و احساس میکرد پشتیبانی از جایی در نمییابد. خب بدیهی بود در اون اعماق روان خودش دچار یه سوالهایی بشه با خودش، من چی میگم، من چه میکنم، ما داریم چه نقشی رو ایفا میکنیم. حتما با خودش این سوالات رو میکرد که یه موجود در حال فول، از فولاد که نبود، که ذهن نداشته باشه، قلب نداشته باشه، قلب دیگه به این سو اون سو میره. لذا هی به اون میگفتش که فلا تکونن من الممترین. ببینید این قرآن خب به تدریج نازل شد دیگه بر پیغمبر، همچنان که میدانیم در قرآن میگوید که کذالک لنثبت بهی فؤادک ورتلناه ترتیلا. ما مخصوصا این قرآن رو تکه تکه به تو نازل میکنیم برای اینکه موجب آرامش خاطر تو بشه. میشد ما یه دفعه این کتاب رو تألیف کنیم و به تو بدیم، تو هم این رو ببری و به مردم بسپاری، ولی ما همینطور خورده خورده آیه آیه این رو بر تو میخونیم که تو ثبات قدم و ثبات قلب داشته، یعنی بدونی اتصالت برقراره با عالم بالا، بدونی که همچنان تو رو تحویل میگیرند، تو رو وانه نهاده اند، با تو سخن میگویند، به تو پیام میرسانند. ولی اگر یه بار بود، بله ممکن بود که دچار این تردیدها بشی، سستیها مثل آب سرد در روح تو روانه بشه. پس ببینید خیلی خدا هوای پیغمبر رو داشت. حالا من الان بحث نمی کنم که این خطابها رو خود پیغمبر به خودش می کرد یا خدا به او می کرد، یعنی آیا پیغمبر به خودش تلقین می کرد که شک نکن، حق با توست، یا اونچنان که مفسرین سنتی میگن خدا به او می گفت شک نکن، حق با توست، ما پشتیبان تو هستیم. هر کدومش رو که بگیرید به هر نتیجه یکیست. شک وارد می شد و وسوسه جان او رو در می نوردید و او رو آرام نمی گذاشت و لازم داشت که کسی به فریاد او برسه و به او بگوید که تو جات مطمئنه و لازم نیست که تردید کنی. خب پیامبر یه وقتا یه کارایی می کرد، بعد خودش رو نقد میکرد و این نقد باز جان او رو میگزید. در جنگ تبوک، چنان که بر سوره انفال و سوره توبه آمده است، خب جنگ سختی بود و پیامبر هم به امید پیروزی جنگی رو آغاز کرد که پیروز هم نشد، رفت راه دور تا مرز روم اون زمان، یعنی نزدیکای همین اردن،
که بعدها البته توسط عمر خلیفه دوم فتح شد، ولی زمان پیامبر نه، که جیش الاسره می گفتن، یعنی جنگ سختی بود، در تابستانی بود و بی آبی فراوان و پیغمبر از اون معجزه ها نداشت زیر ناخوناش آب جاری بشه، بنابراین به هر حال ناچار سپاهیان او با تشنگی و گرسنگی صبر می کردند و به جنگ رفتن. خب یه عده زیادی نیامدن و اومدن و از پیامبر رخصت گرفتن که در جنگ شرکت نکنن، ایشون هم اجازه داد. بعد شما میبینید که در قرآن عتابی به پیامبر میرسه، عف الله عنک لما اذنت له. این عتاب رو پیغمبر به خودش داره میکنه، یعنی داره نقد درونی میکنه، خدا تو رو ببخشد، چرا به اونا اجازه دادی، چرا رخصت دادی که به جنگ نیان، این چه کاری بود کردی؟ یه عده‌ای این آیات رو یه جوری معنا کردن، میگن که پیغمبر گویی که گناه کرده بود، خدا میگه حالا ما از گناه در گذشتیم، در حالی که درست جوری دیگه بعد اینو معنا کرد. پیغمبر داره به خودش میگه، میگه خدا ایشالله از تو بگذره، خودش داره به خودش میگه خدا ایشالله ببخشتت، این چه کاری بود کردی، چرا به اینا اجازه دادی؟ این آدمای قلدر مرفهی که اومده بودن و میگفتن که ما به جنگ نمیایم، حالا دلایلشون هم توی قرآن هست، میگفتن آقا اون طرف رومی ها زنای خوشگل اونجا و ما بیایم مفتون اونها میشیم، و منهم من یقول اذن لی ولا تفتنی، آقا به ما اجازه بدین ما جنگ نیام، ما رو به فتنه میفکن، اونجا خلاصه هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. از این عذرا می آوردن، حالا این و امثال اینها. بعد خلاصه پیامبر گریبان خودش رو گرفته بود، عف الله عنک لما اذنت لهم، خدا تو رو ببخشه، خدا از تو بگذره، چرا اجازه دادی؟ یعنی دست بر دست می زد و افسوس داشت و آه می کشید از اینکه احتمالاً خطایی و خلافی از او سر زده است. و مهم اینه که اینا رو پیغمبر تو قرآن آورده، یعنی ببینید این مرد اگر صادق نبود اینا رو حذف می کرد، یه قرآن ترا تمیزی تحویل ما می داد که سر تا پا جلال و شکوه از او می بارید و صفات نیکوی او برق می زد، ولی اینطوری نیست. اتفاقاً همطور که گفتم این کتاب تألیف پیامبر است و مؤلف در اثرش ظاهره، در این اثر نشون میده که گاهی دچار تردید میشده، دچار تزلزل میشه، نشون میده که گاهی خودش رو نقد میکرده، دست بر دست میزده و افسوس میکشیده. و از این بالاتر حالا بریم وارد سوره احزاب بشیم. سوره احزاب در واقع سوره احوال شخصی پیغمبره. من دیدم یکی از مستشرقین نوشته بود آیاتی در این سوره است که پیغمبر نباید اینا را اصلا می آورد، اصلا بنا نبوده اینا وارد قرآن بشه، بعد از پیغمبر یه عده‌ای خطا کردن، کار خوبی نکردن که اینا را آوردن اون تو، برای اینکه اینا خیلی احوال شخصی پیغمبره. خب بی خود میگن، بله پیغمبر رو با خودشون قیاس کردن و فکر کردن که اونم یه آدم سیاستمداری بود که خوبیاشو ظاهر میکرد، بدیاشو حالا یا ظاهراً بدیهاشو میپوشوند و بالاخره یه چهره ریاکارانه در مقابل خلق میگرفت و میکوشید که همه جا از او تجلیل و تحسین برود. واقعا اینطوری نیست، یعنی همینا نشون میده که این مرد الهی بود، مرد الهی بود، به این جور مصلحت های خود نمی اندیشید. سوره احزاب هم قصه جنگ احزاب در او هست، بخش های ابتدایی همون که جنگ خندق نامیده می شود، و بعد وارد مسائل خانوادگی پیغمبر که خیلی هم جالبه. خب پیغمبر چند تا زن گرفته بودن، حالا در شرایط مختلف تا 13 تا. بعد اون آیه قرآن میگه لا یحل لک النساء من بعد ولو اعجبک حسنهن، بعد از این دیگه حق نداری زن بگیری، حتی اگر زیبایی زنان تو رو بفریبد. این حرف یعنی چی؟ خدا داره به پیغمبرش میگه حتی اگر مفتون زیبایی زنان بشی، دل برده اونها بشی، بازم دیگه حق نداری زن بگیری، تمام شد دیگه، تا هر چی گرفتی enough is enough، دیگه کافیست.
و بیشتر از این رو یا خودش داره به خودش میگه پیامبر، میگه دیگه بابا بس دیگه، یا این که خدا داره بهش میگه. حالا از هر دو سو شما برید بالاخره یکیست نتیجه، این که اولا دیگه ازدواج نکن، دوم این که چی داره در واقع میگه، پیغمبرم گاهی مفتون زنا میشد، چون مفتون اونها میشد، ولی نباید ما فکر کنیم چون پیامبر بود اصلا بیخبر از حرفوی سنگ بود، دیوار بود، نه ابدا اینطوری بود، نه سنگ بود نه دیوار، آدم بود و آدمی که زیبایی میفهمید، زشتی میفهمید، به قول معروف دل داشت، بالاخره در مقابل جنس مخالف گاهی هم به هر حال ضعف، احساس ضعف میکرد، دوست داشت که اون به همسری بگیره. خب بله دیگه، خود قرآن داره میگه، به صراحت هم داره میگه. عرض کردم اگه پیغمبر یه سیاستمداری بود احتمالاً این آیه از قرآن ور می‌داشت، ولی گذشته میگه حتی اگر زیبایی زنان تو رو به شگفت آورد، ولو اعجبک حسنهن، دیگه حق نداری زن بگیری. خب در همین آیه سوره هست یه آیه دیگری که ظاهراً یه مناسبتی بوده که یه خانمی میاد خودش رو به پیامبر عرضه میکنه و میگه آقا خلاصه من از شما خیلی خوشم میاد، دلم میخواد که همسر شما بشم. ایشون هم میگه باش، میپذیره. بعد یک آیه‌ای در قرآن هست عیناً در همین سوره احزاب که وامرأةً مؤمنةً ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین، اما اون خانم مؤمنی که خودش رو به پیامبر بخشید، هبه کرد، اگر پیامبرم او رو بخواد چه بهتر، خالصتن لکه من دون المؤمنین، مال تو خالص، حلال تو. که گفتن وقتی این آیه آمد، تفاسیر اهل سنت نقل کردن، عایشه که زن پیامبر بود گفتش که ما اسرع ربک فی هواک، خدا چقدر خاطر تو رو داره، چقدر هوای تو رو داره، همین که یکی میخوای آیش هم میفرست. به هر حال ولی همین اینا همه تو سوره احزابه. ببینید احوال شخصی پیغمبر دیگه. آیه دیگری که در همین سوره هست و وقتم گویا که رو به پایانه، عرض می شود که قصه ازدواج پیغمبر با دختر خواندش، با همسر پسر خواندش، اونم از مسائل خیلی جالبه، خیلی هم دربارش نوشتم، ولی خب صراحتا در سوره احزاب آمده. هر وقت من با این مواجه شدم، این دوستان از من سوال کردن، همیشه گفتم شما به صداقت پیغمبر نگاه بکنید، ببینید که این مرد اینا رو پنهان نکرد. خب میدونید یک زید بن حارثی بود که آزاد کرده پیغمبر بود، برده بود، پیغمبر رو آزاد کرد و همسری رو برای او گرفتن و که گویا همسر زیبایی بود. باری قرآن میگوید که زید آمده بود نزد پیامبر و میگفت آقا میخوام همسرم رو طلاق بدم و پیغمبر به او گفت نه طلاق نده. تا اینجاش تو قرآن هست، دنباله هم داره. خب آیه رو براتون میخونم. و از تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله، اون کسی که هم تو به او نعمت داده بودی، یعنی تو رو او رو از بردگی آزاد کرده بودی، هم خدا به او نعمت داده بود، یعنی نعمت اسلام، مسلمان شده بود، اون اومد پیش تو و تو به او گفتی نه همسرتو نگه دار، امسک علیک زوجک و اتق الله، از خدا بترس، همسرتو رو نگه دار و طلاق نده. و بعد این آیه میگوید که و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، اما یه چیزی رو در دلت قایم میکردی که بعدن خدا اینو آشکار خواهد کرد. و تخش الناس، از مردم میترسیدی، والله احق ان تخشا، در حالی که از خدا باید بترسی نه از مردم. این آیه قرآن است. فلما قضا زید منها و ترن زوجناکها، وقتی که زید حاجتش رو از اون زن برآورد، ما او رو به تزویج تو درآوردیم. لکی لا یکون للناس حرج فی ازواج ادعیاهم اذا قضوا منهن و ترن و کان امر الله مفعولا، و این کار شد برای اینکه مردم بدانن که دختر پسر خوانده
اشکالی نداره که با او ازدواج کنن. خب ببینید، بخشای آغازین این آیه خیلی مهمه که میگوید که آمده بود همسرش رو طلاق بده و تو ظاهراً به اون گفتی طلاق نده، ولی در دلت یک چیزی داشتی که از ترس مردم پنهان میکردی، در حالی که بعد از خدا میترسیدی، نباید حراس از سخن و طعن مردم داشته باشی. عاقبت هم بالاخره او همسر تو شد، زوجناکها، ما او رو به تزویج تو در آوردی. خب ببینید، مفسران اینجا سخنان مختلفی نوشتن. یه دهی نوشتن که بله، پیامبر بالاخره اون رو میخواست و نمیگفت. بعضی هم نوشتن منظور این است که چیزی رو در دلش مخفی میکرد، یعنی میدونست که عاقبت این اتفاق خواهد افتاد و او اون همسرش رو طلاق خواهد داد و اون همسر نصیب پیامبر خواهد شد. هرچه که هست یه قصه است، یعنی من باز اینجوری که من قرآن رو میخونم، این حدیث نفس پیامبر است با خودش، میگه آره یادت هست که اون از تقولو، یه کسی آمده بود پیش تو، زید، کلمه زید هم اینجا اتفاقا اسم خاص تو قرآن خیلی کم به کار رفته، ولی در اینجا اتفاقا اسم خاص این شخص هم آمده، زید ابن حارثه. یادت هست زید آمده بود پیشت، به خودش داره میگه، و او میگفتی که برو از خدا بترس، زنت رو نگه، طلاق نده، ولی خودت هم در دلت میدونستی یه چیز دیگه ای داشتی تو دلت، ولی از درس ترس مردم اون رو بیان نمی کردی، ولی عاقبت هم این چنین شد. خب او طلاق داد و تو هم او رو به تزویج خودت در آوردی، تا البته در اثر این تزویج یک نتیجه نیکو هم حاصل شد و اون که معلوم شد که این زید پسر تو نیست که اون زن عروس تو باشد که بر تو حرام باشد، او همسر پسرخوانده تو بود و لذا عروس تو محسوب نمی شد و لذا ازدواج با او حرام نبود. و نکته دوم هم این که خب اون زید چون پسرخوانده پیامبر بود، یه عده‌ای فکر می کردن که بعد از پیامبر او باید پیغمبر بشه، یعنی به نحو نسبی این ارث نبوت به او برسه. اینه که آیه بعدش میگه ما کان محمدون ابا احد من رسال رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، خدا و پیامبر پسری ندارد، یعنی نه اون زید پسر او بود، هیچ پسر دیگه هم نداره، یکی دو تا پسر هم که قبلا داشت از دنیا رفته بودن، بنابراین ارث نبوت به کسی نخواهد رسید، خیالتون راحت باشه و پیامبر آخرین پیامبر است. حالا هر مصلحتی در این امر بود، ولی این نکته رو نشان میدهد که چگونه پیامبر با خودش حدیث نفس می کرده و این حادثه رو پیش چشم خودش می آورده و با خودش در می پیچیده، سؤال و جواب می کرده، گفتگو می کرده و همه این صحنه رو هم در اختیار دیگران نهاده که بله ماجرا این چنین بود و بالاخره من نهایتاً به اون سو میل کردم. عرض می شود که خب برای اینکه دیگه فرصت هم رو به انقضاست، نمونه های دیگری هم براتون ذکر کنم. در روایات نوشتن که یک پیرمرد کوری نابینایی آمد پیش پیامبر و بعضی از یکی دو نفر از سران قریش، اقطاب قریش، پولدارا، صاحبان مکسب، منصب، قدرت، ثروت اونجا بودند. ظاهرا پیامبر به این شخص نابینا چندان اعتنایی نکرده بود، بیشتر روی سخنش با اون پولدارا بود، فکر میکرد که اگر توجه اونها رو جلب کنه شاید اونها بتونن در عالم واقع، در عالم سیاست، در مناسبات قبیلگی پشتیبان او واقع بشوند، دعوت او نشر پیدا کنه، دشمنی ها کاهش پیدا کنه و غیره. اینی که خوشنود نبود، حتی تو قرآن هست که عبوس شد، رو ترش کرد پیغمبر، عبس و تولا انجا اهل اعما، اون مرد نابینا که پیش پیامبر آمد، پیغمبر رو ترش کرد، ناخوشنودی خودش رو ظاهر کرد، انجا اهل اعما. این درسته که از عتاب‌هایی است که در قرآن با پیامبر شده است و پیامبر این رو به صراحت برای ما نقل کرد، ما یدریک لعله یزکا،
به پیغمبر میگه یا خود پیامبر داره به خودش میگه چرا ترش روی کردی، چرا عبودی، چرا اون نابینا رو تحویل نگرفتی، چرا به طرف اون قدرتمندان میل کردی، تو چه میدونی، شاید دل این مرد پاکه، شاید اومده سخنانی رو از تو بشنوه، یزک فتنفعه ذکرا، تو بگویی او بشنود و این تذکار تو، یاداوری ها و نکته های تو دل او رو نرم کند و از اونها سود بگیرد. نشان میده که نه خدا و نه خود پیامبر راضی نبودن از این اتفاقی که برای پیامبر افتاده. نشان میدهد قرآن به ما که هنوز پیامبر اونطوری که باید و شاید میزون نکرده بود بین خودش که به کی رو کند، به کی پشت کند، مصالح خودش رو چگونه بسنجد و چه کسی رو یا چه افرادی رو مقدم بداره. در جاهای دیگه قرآن هم این رو ما باز داریم که حالت عتاب به پیامبر داره. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لعذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اگر ما تو رو محکم نگه نداشته بودیم به سوی اون کافران میل کرده بودی، اومده بودن به تو وعده های داده بودن، اومده بودن دل تو رو به سوی خودشون متمایل کرده بودن، ما نگهت داشتیم ولی تو رفته بودی. این حرفا یعنی چی؟ ببینید اینا همه به یه پیامبری گفته می شود که پیامبر است، یعنی ما از او انتظار صلابت بسیار داریم. البته این صلابت در اثر همین تذکرها حاصل می شد، یعنی همین که هی چپ و راست به او تذکار می دادن، هی کارت زرد می دادن، کارت سرخ می دادن، هی یاداوری می کردن که از این ور نرو، از اون ور نرو، ولی ببینید خودش به خودی خود در چنان وضعیتی بود که اگر رها میشد همه این احوالات بشری بر او غلبه میکرد، چه در مواجهه با زنان، چه در مواجهه با دشمنان، چه در مواجهه با حوادث، چه در مواجهه با شبهه هایی که او رو به تردید میافکند که اصلا من پیغمبرم، پیغمبر نیستم، به من راست گفتن، من دچار تردید بشوم نشوم، همه این نکات. حتی میگفت برو از آخوندهای دیگه، از ملاهای یهودی مسیحی بپرس ببین اسم تو اون کتابه اونا اومده نیومده. در چنین طوفانی از حوادث بود که او کشتی خودش رو به جلو می برد و انسانیت خودش هم نشون می داد. حالا شما از اینجا در می یابید وقتی که مولانا میگه هست قرآن حالهای انبیا، یعنی چی؟ حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا، یعنی اینا دیوار نبودن، سنگم نبودن، چدنم نبودن، فرشته هم نبودن، بلکه آدمی بودن، آدمی با تمام احوالی که در آدمیت آدمی جاریست. عارفان ما و من جمله مولانای بزرگوار به گمان من یک خطای بزرگ دارند و اون خطاشون این است که پیامبران رو برتر از بشر نشاندند. توجه میکنید قول مولانا میگه خر از آن میخست بد اینجا ای فلان که بشر دیدی تو ایشان را نه جان. خر اینجا میخوابه، یعنی اینجا اون نقطه شکست اصلی است که تو فکر کردی اینا هم آدمن، نه اینا جان روح خالصن، اصلا جسم ندارن، بدن ندارن، آلودگی های مادی ندارن، اصلا پیور اسپیریت، ارواح خالصن. ولی واقعا اینطور نیست. یعنی این گرایشی که در تصوف ما نسبت به اولیاء خدا بود که اینا را آسمانی محض میکردن که قباری و کدورتی از خاک ماده بر دامن اونها ننشسته بود، گمراهی می آورد به دنبال خودش و یک درک ناسوابی از نقش تاریخی اونها به دست ما می داد و در مقام تحلیل رفتارهای اونها، تحلیل گفتارهای اونها، ما رو به گمراهی می افکند. خیلی درستر این است که به قول بوسعید بلخرد، مرد آن است که بخورد و بخسبد و بر خاک بنشیند و در عشق الهی به سر برد. یعنی لازم نیست برای عاشق خدا شدن، ولی خدا شدن، شما از خاک جدا بشی، از ماده جدا بشی، میتونی همین انسان باشی. من در یک منظومه‌ای که در باب پیامبر اسلام سروده بودم که ملک هشتی سوی مالک می روی، بال در بال ملائک می روی، در یکی از اون ابیاتش گفتم نه بشر بود، نه ملک بودی،
نه دل خسته ز خاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک. نه ملک بودی نه دل خسته ز خاک، تو فرشته نبودی، از عالم ماده هم دل خسته نبودی، بدت نیومد از این جهان. مثل صوفیا نبودی که میگفتن که من در جهان خاک به زندانم، راه برون شدنش نمیدانم، افتاده ام به دام حیات اندر، ای مرگ همتی کن و برهانم. اصلا دنبال مردن بودن نه دنبال زندگی کردن. میگفت اینجا زندان، خدای زودتر مرگ رو بفرست ما بریم. نه اینطوری نبود. نه ملک بودی نه دل خسته ز خاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک. تشکر از آقای سروش. خوشحال هستم که بار دیگه در کل حضور پیدا کردید و ما رو مستفیض کردید. در صورت خیلی خلاصه بخوام سوال بکنم، قضیه بر سر اینه که من این کنتراست رو که شما به وجود آوردید بین بیداری و خواب، خب من نمیخوام با مبانی و محفوظات فکری شما برخورد بکنم، اینو نمیتونم اصلا نمیتونم الان شروع بکنم توی این زمینه با شما بحث بکنم. بدونم سوالم اینه، آیات قتال تو قرآن وجود داره، آیات حرب وجود داره، صحبت از سلاح و اسلحه هست، سلاح آلت الحرب، اینا داستانش چیه؟ محمد فقط نسبت به زنان رابطه آنچنانی نداشته، عشق و علاقه به اون جنس، حالا مخالف هر جنس ظریف لطیف من چه میدونم اسمش چی میشه گذاشت، خب یا رابطه داشته، عشق میبرزید، علاقه داشته، ولی محمد نسبت به قدرت، ذات قدرت، اگه بخوام با نیچه صحبت کنم، با زرتشت صحبت بکنم، اراده مطلوب قدرت داشته، با این اراده مطلوب قدرت و اون ابر انسان خودش که خودش تو اون ابر انسان تجلی میکنه، میخواد جهان رو بیاره زیر سلطه خودش، سلاح به دست میگیره، کلاهبود میذاره سرش، حمایل میبنده، زره میپوشه. این آیات چجوری شما در رابطه با مسئله خواب یا رویا میخواد توضیح بدید؟ محمد در بیداری این کارا رو کرده یا دستور داده بکنند یا اینکه در حالت خواب این چیزا رو البته جنگ تو خواب اتفاق نمیفته، تو بیداری اتفاق میفته، ما هم هیچ تردیدی نداریم. بله ببینید، البته نکته های زیادی در کلام شما بود که مهمه و من در جاهای دیگه به اون پرداختم. یک سلسله سخنرانی دارم من، انشالله منتشر خواهد شد، تحت عنوان دین و قدرت. من دقیقا در اونجا نسبت قدرت سیاسی و قدرت دینی رو کاویدم و همچنین همین نکته رو، اتفاقا من دقیقا همین تعبیر رو به کار بردم که پیامبر اسلام اراده معطوف به قدرت داشت، این هیچ تردیدی نیست. یعنی پیامبر اسلام یه صوفی نبود، عیسی نبود، کنار یک صومعه و خانقاهی ننشسته بود، نیومد بگه که ما یه چیزایی گفتیم حالا شما میخوای قبول کنین میخوای قبول نکنین، این حرفا نبود. گفت من اومدم و یه نظامی رو میخوام پیافکنی کنم. البته اگر مزاحمش نمیشدن خب این نظام پیافکنی میشد، اصلا خود به خود تبدیل به یه قدرت شد، برای اینکه شما وقتی که پیروانی داری، کسانی که برای شما جان بازی میکنن، جان فشانی میکنن و عشق شما و پیام شما تو دل اونها نشسته، اینا قدرتن دیگه، قدرت شاخ دم نداره، حاضرن برای شما فداکاری هم میکنن. اما اگه کسانی مزاحم شما شدن دست به شمشیر هم خواهید برد، که او هم برد. البته فقط این نبود، پیغمبر چنان که ابن خلدون میگه، پیغمبر گفت که من در میان همه پیامبران تنها پیامبری هستم که مأمور به سیفم، یعنی به من مأموریت دادن که با شمشیر کار خودم رو پیش ببرم. توجه میکنید؟ حالا این دو معنا داره، یکیش اینه که از اول شمشیر به دست بگیرم، دومی که در مقابل شمشیر شمشیر به دست بگیرم. این خلاصه نمیشینم تماشا کنم، شما باید سر ما رو ببرید، سر اطرافیان ما رو، یا اصلا این پیام ما رو در نطفه خفه کنید، نه من این کارا رو نمیذارم شما بکنید. دوباره میگه خب پیامبر توی محیط عربی رشد کرده بود، مونتگومری وات که یک روحانی مسیحی بود، البته شرح حال پیامبر هم نوشته، تاریخ صدر اسلام نوشته، خوبه، کتابای خوبی داره، الان قدری کهنه شده، ایشون یه رساله کوچکی داره راجع به همین جهاد و قتال در اسلام. خلاصه سخنش اینه، میگه که اصلا این نرم قبیله های عرب بود
که offense is the best defense، یعنی حمله بهترین دفاع است. اصلا اونجا در اون روزگار و در اون شرایط قبائلی و در اون محیط حمله نمی کردی، به شما حمله می کردن و بنابراین باید آماده حمله باشی. اینکه توی قرآن هم این آیه هست که وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، هر مقدار سلاح که میتونید آماده کنید تا دشمنانتون رو بترسونید. یعنی اونا بعد شما بترسن، یعنی بدونن ضعیف نیستی ولی حمله میکنن. این اصلا رسم قبایل عرب بود. و همینی که من به شما عرض کردم که ابن خلدون گفت پیامبر دو معجزه داره و معجزه دومش غیر از قرآن، این که همین عربایی رو که رسمشون این بود اینا رو با هم آشتی داد، برادر کرد و ائتلاف و اتحاد بینشون برقرار کرد، به همین دلیل بود دیگه، این رسم رو از میانشون برانداخت. لذا کاملا من با شما موافقم، تو قرآن آیات قتال هست، آیات جهاد هست، دست بردن به شمشیر هست، تهیه کردن سلاح هست، ترسوندن دشمن هست، اینا همش هست. این از خود به اصطلاح ضرورت ها و اقتضائات محیطی برمی آمد، هیچ راهی غیر از این نداشت. یعنی نمیتونست بمانه، برای بقا باید بجنگه و جنگید. یعنی در قالب حدیث نفس میگنجه؟ نه، اونا حدیث نفس نیست. من به همین دلیلم تو قرآن نقل نکردم که اونا حدیث نفسه، اونا نفس رفتار پیامبر بود. حدیث نفس وقتی است که مسائل اگزیستنسیال پیش میاد، یعنی شما با خودت در میپیچی در مسائلی مثل عشق، مثل ترس، مثل پریشانی، پشیمانی، چیزای از این قبیل، اینا حدیث نفسه. بله، ولی من اون بحث قتال و جهاد که شما می‌فرمایید اصلا نفس رفتار و زندگی ایشون بود. بله. با تشکر از خانم دکتر که این جلسه برگزار کرد و از آقای دکتر که توفیق استفاده از من داد. یکی که فرمودید 12 تا زن پیغمبر، من چند تا پیغمبر بود؟ 12 تا زن بودن. و این مال کدوم کشور بودن؟ اسمشون چی؟ این یکی بعدم پیامبر ها مثل که از مسیح اومدن. چطور در یه دین عرق خوردن شلاق داره، قصاص داره، چوب داستان آدم میکنن، در یه دین آزاده میشه، نمیدونم مشروب خورد، همه کار کرد، یه دین زن نصف مرده، یه دین زن و مرد برابرن. این دوتا اگر پیغمبر از یه جا اومدن چه دوتا دستون میدن؟ این دو جا اومدن جا دومون شد. والا حالا اینا دیگه سوالاتی است مربوط به الهیات ادیان و تاریخ ادیان که خیلی مفصله و موضوع سخن منم نبود، اما اجمالا خدمتتون عرض کنم. ببینید، همونطور که از مولانا نقل کردم، پیامبران با هم متفاوتن، برای اینکه پرسپکتیوشون، دیدگاهشون، نقطه نظرشون، منظرشون به قول او با هم فرق داشت. یکی این، ولی فقط این نه، بل محیطشون هم با هم دیگه فرق داشت. حالا یه مثال براتون بزنم. در اسلام دو خواهر رو به ازدواج درآوردن حرامه. در قرآن هست وقتی که حکم مسائل ازدواج رو بیان میکنه و ان تجمع بین الاختین الا ما قد سلف، یعنی این هم جایز نیست که بین دو خواهر جمع کنید، هر دو رو با هم بگیرید، مگر اونچه که قبلا کردید، یعنی قبلا بوده و دو تا خواهر گرفتید اونا معفوه، از این به بعد نه. اما در دین یهود دو تا خواهر رو با هم گرفتن مجازه، جایزه. اتفاقا این رو مرحوم شاه ولی الله دهلوی که یکی از بزرگان فقهای اسلامی بود قرن 18 در هند، یک کتاب بسیار مهمی داره به نام حجت الله البالغه که خودش میگه در خواب دیدم که پیامبر، یعنی فرزندان پیامبر امام حسن و حسین، یک قلمی به من دادن، گفتن این قلم جد ماست، برو با او بنویس. و او کتابی نوشته که الحق کتاب مهمی هم هست، درباره فلسفه دینه و تقریبا اولین کتاب در این باب. ایشون اونجا همین مسئله رو توضیح میده به علاوه خیلی مسائل دیگه. تمام اینها رو ارجاع میده به شرایط محیطی. میگه در اقوام و قبائل یهود خواهرها از هم دور زندگی میکردن بنا به آداب و رسومی که داشتن. لذا یه خواهر دیگر رو گرفتن مثل این بود که اصلا یه زن بیگانه رو شما دارید میگیرید. اما نزد عرب ها خواهرها تو یه خانه با هم زندگی میکردن. و همین دلیل اینها رو گفت یک جا نمیتونید بگیرید و امثال اینها. بنابراین که میگید که شریعت ها چرا متفاوته، خب به همین دلایل بوده، شرایع اینجوری بوده که متفاوت شده. یا مثلا در خود قرآن داریم که ما بر یهودیان چیزایی را حرام کردیم که الا ما حرم اسماعیل و اسرائیل و علی نفسه، پیامبرشون چیزایی رو بر خودش حرام کرده بود، قومش هم به تبع اون رو بر خودشون حرام کرد. مسئله مشروب که شما میگید
ما مطمئن نیستیم در این باب. ببینید در مسیحیت البته این امروز هست که خب شرابخوری رو حلال میدونن. در انجیل هم هست که عیسی در آخرین روز حیاتش شبی که با حواریون نشسته بود بالاخره مشروبی بعضیا گفتن که آب انگور بود، اسم شراب نبردن، بعضی گفتن شراب بود و این رو برداشت و به همگان داد و گفت بخورین این خون من است و تکنانی داد و گفت این گوشت من است و الی آخر که تا امروز هم سنت جاریه در همه کلیساها هست. ما در روایات اسلامی داریم که در همه شرایع شراب حرام بوده و اینا بعدن اضافه شده است، یعنی از نظر روایات اسلامی اینطوری است. در مسیحیت هم پاره از روحانیون بزرگشون شراب نمیخورن، توجه کردید؟ یعنی این رو منافی با تجربه های روحانی خودشون میدونن. اما باری اگر به فرض هم این چنین باشه بازم برمیگرده به تعلیمات مختلف پیامبران که در یه جامعه این رو نیکو میدونستن. مولانا یه بیان خوبی داره، اون رو هم براتون بگم حالا چون وقت دیگران هم گرفته نشه. میگه بادنی در هر سری شر میکند، آنچنان را آنچنان تر می کند. گر بود عاقل نکوتر می شود، ور بود دیوانه بدتر می شود. لیک چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه می را محرم کردند. حکم اغلب راست، چون اغلب بدند، تیغ را از دست رهزن استدند. یه شراب لزومن کار بدی، پیامد بدی نداره. اگه خورندش بد باشه بدیش آشکار میشه. اگر خورنده خوب باشه خوبیش آشکار میشه. لیک چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه می را محرم کردند. چون ذات بیشتر مردم خرابه، اینه که بر همه حرام کردن و بعد توی بهشت بر همه حلاله، برای اینکه همه نیکان میرن توی بهشت، بنابراین در اونجا شراب خوردن هیچ اشکالی نداره. حالا شاید در زمان عیسی هم بیشتر اطرافیانشون نیکان بودن لذا شراب میخوردن طوری نمیشد، ولی اون عرب های اونچنانی که دوربر پیغمبر بودن اینا اصلا نخورده مست بودن دیگر شد. اما اینکه 12 تا پیغمبر، ببینا اسمشون در تورات هست، من اسمشون یادم نمیاد، فقط اسم یکیشون یادمه به نام آنا که در عصر حضرت عیسی هم بود و نامش در انجیل هم آمده است که یک خانومی بود که به اصطلاح پیامبر بود، صدیقه بود، قدیسه بود و در پیامبران بنی اسرائیل، بله پیامبران زن هم بودن، بله اینطوری نیست، اسمشون حالا یاد من نیست، اگر دوست داشتید من شناسمشون هم میرم پیدا میکنم میرم خدمت شما. بله بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه دکتر صاحب من بسیار خوشحال هستم که شما اینجا تشریف دارید. من نام نادر کبیری است، از افغانستان هستم، به نظریات و سخنرانی ها و کتاب های شما زیاد آشنایی دارم. حتی من شما را از سال 1975 به این طرف از توسط دانشجویان ایرانی که ما افغانان با اونا هم کار بدیم با شما بلنسیم. خب این یک موضوع. سوال اصلی من این است که سوال از خودم است. من قبل از اینکه بیایم به صفات افغانا نوشته کردم که آقای دکتر تشریف میارم و اونجا میرم اگه شما سوال ها داریم به من بدهیم. اونا خیلی زیاد سوال دارن که به شما قبلا گفتم او را حتما از طریق میل برتان ارسال میکنم و خواهش است که جواب بدید، چون این بحث روشن فکر دینی را اگر راز بگوید. من خودم به افغانستان خیلی این را چی کردیم جا انداختیم و همراه مسلمانان که به اسلام اعتقاد دارن اما نمیخواهند که از مدرنیته عقب بمانند با اونا اینا را بحث کردیم و تقریبا ما در افغانستان نماینده شما خندان نشم با وجود که شما خیلی زیاده نمشنسید. از این خاطر خواهش من این است که اون سوالات که من براتون نمان میکنم اسم خودم به یک کتاب نشته کردیم همراه شماره تلفن، اگر اون وقت هم داریم با اونا جواب بدین چرا یک خدمت بسیار بزرگ است به جامعه افغانیان. سوال اصلی من این است که آیا شما خودتان رویایی شدید؟ یعنی کدام وقت رویا دیدیم؟ دوم این از خاطر میرم که من با مذهب بودایی ها زیاد آشنایی دارم. من 20 سال مدیتاسیون کردیم با بودایی ها. البته 20 سال مدت دوام میده، در هر سال دو بار سه بار و هر بار اونا 10 روز دارن مدیتاسیون نسبه و ساعت 9 تا 5 تا ساعت 5 صبح تا 9 شام و من این کار کردیم. من به خاطر میرم که در اونجا من هم رویا را دیدم در اثر مدیتاسیون عمیق
رویای من اینجوری بود مثل که الان اینو میبینم، میدان هستم، بعد امی عکسی که به شما هست عکس صفحه تلویزیون میارم، من در اونجا عکس ها رو دیدم، صحنه ها رو دیدم. البته از دید مذهب بودایی اجازه نیست که قصه رو به جای دیگه بگویم، امی قدرش رو به شما بود. آیا شما این رویا رو دیدیم که بعد از اون به فکر اختراع رویای رسولانه شده، یا این که تنها از ذهنتان به این مطلب پی بردیم؟ ببخشیم وسط حرفتون، خیلی سوالای زیادی هست هنوز. من اینجا سوال شدیم باشه. یعنی سوال اصلی من اینجاست که اگر وای رویای رسولانه هست، پس بودا راستی در قصه بودا بودم، بودا این اقرار کرده که همه چیزایی که من میگم این رویای من است. و من البته شما خبر دارید میگم من رفتم به آسمان ها اونجا، یعنی معراج هم داشتم، اما خدای را نیافتم، منکر خدا میباشه در نهایت. اما میگه اینا همش رویای من است. آیا پیغمبر میدونست که رویایش است؟ اگر میدونست چرا به صراحت اقرار نکرد که اینا رویاهای من است؟ که تا امی مشکل کلان هم به شما وارد است، شما از اقل از بله، بله. متشکرم. بله، چون که منم به اختصار بعد وقت خیلی هم کوتاه، من به اختصار چون با این سوال البته باز هم روبرو شدم، بار اول نیست. ببینید پیامبر را همه میدیدند که ایشون در حال گرفتن وحی به رویا میرفت، یعنی به خواب میرفت. همه تواریخ نوشته، اصلا احتیاج نبود که پیغمبر بیاد بگه من اینا رو در رویا دیدم. تمام تواریخ اسلام که نوشته شده است همشون از ابن هشام به این طرف، و شما حالا به کتاب جلال الدین سیوطی مراجعه کنید، به کتب همشون میگن وقتی پیامبر دوچار حالت وهم میشد از این دنیا غائب میشد، یعنی در یه حالت نیمه خواب نیمه هوشیاری میرفت و تمام اون چه که بر او نازل میشد رو در اون حالت نیمه هوشیاری دریافت میکرد. و که من همون رو اسمش رویا گذاشتم، حالا نامگذاری خیلی مهم نیست، ولی به نظر من نزدیکترین نام به اون حالتی که بر ایشون حاکم و عارض میشد همینه. میتونید به صورت صوفیان بگید مکاشفه و غیره، ولی تمام اینا در حال ناهوشیاری و نیمه هوشیاری بود و این چیزی نبود که کسی از او غافل باشه، بیخبر باشه، همه میدیدن. لذا گفتن این که اینا رؤیاهای من است امر زائدی بود، امری نبود که حاجت باشه به او. دوم اینکه از بنده میپرسید، آخه حالا این سوالای شخصی من نمیدونم چقدر اهمیت داره، چون که احوال شخصی افراد. بله من هم به قول شما رؤیا داشتم، همم مغزی یعنی ذهنی کار کردم. من بیش از همه رو خود قرآن تمرکز کردم، یعنی علاوه بر این که خب میدونم رؤیاها رخ میدهند و انواعشون رو فل جمله چگونه باید بعضشون رو تعویل کرد، چه باید کرد و نباید کرد، و من حتی فهم مثنوی رو در موارد بسیارش مدیون بعضی از رؤیاها هستم. اگر اونا رو ندیده بودم و نداشتم، بعض از حرفای مولانا رو مثلا نمیفهمیدم، واقعا نمیفهمیدم. و من دانستم که این بزرگوار هم بالاخره باید اینا رو در همون چنان احوالاتی به دست آورده باشه. لذا کلمات زوبتونه، یعنی هم تو لایه‌ای داره و لایه‌ها و لایه‌های زیرینتری داره و الی آخر. همطور که گفتن قرآن هم زوبتونه، یعنی چند بطن داره، چند لایه داره. اما اونی که برای من مهمتره یعنی ابجکتیوه، چون آدم از رؤیاهای خودش سخن بگه اهمیتی نداره، یه چیز سابجکتیوه، درون خود آدم مثل غم و شادی میمونه، به دیگران مربوط نمیشه، حجت هم نیست. اونچه که حجیت داره این است که شما یک اویدنس ابجکتیوی نشون بدید. خب من مراجعم به اصل آیات قرآنه. شما قرآنه که باز میکنید، همین اولین سوره، سوره فاتحه الکتاب، گرچه این اولین سوره ای نیست که به پیغمبر نازل شده، اولین سوره همون سوره اقرائه، سوره علقه، ولی قرآن رو که شما هر قرآنی که باز میکنید اولین سوره، سوره فاتحه الکتاب، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این سوره، این سوره هفت آیه داره، اینا دعاست همه. بله از اونجا که میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعم، خدای ما رو به راه راست هدایت کن، ما رو جزو مغضوبین نبر، جزو گمراهان نبر. کی داره اینا رو میگه؟ اینا رو پیغمبر داره میگه یا خدا داره میگه؟ اینا کلمات پیغمبر، خدا که دعا نمیکنه که. توجه میکنی؟ من دقیقا از همین نکته ها من رفته رفته جلو رفتم. وقتی که شما قرآن رو باز میکنید میبینید یه نفر داره دعا میکنه، نزدیکترین تحلیل این است که بگیم این دعا کننده خود پیامبره.
خودش، یعنی تو این قرآن صدای پیغمبرم شما میشنوید، فقط صدای خدا نیست. تمام. حالا من که میگم همش صدای پیغمبره، ولی فرض کنید همش هم نباشه، ولی دست کم یه جاهای صدای پیغمبره، دقیقا او داره حرف میزنه، او داره دعا میکنه. به همین دلیلم بود که من میگفتم مثلا فلان جا که میگه که لما از انتلهم اف الله عنك، خدا تو رو ببخشد، چرا به اونها اجازه دادی که به جنگ نیان، خودش داره به خودش میگه، خودش داره میگه که، یا مثلا واستغفر لذنبك، برو از گناهت استغفار کن، خودش داره به خودش میگه، واصبر ان وعد الله حق، صبر کن وعده خدا حقه، یعنی نگران نشو، نگو که سر ما کلا رفته، شاید این وعده ها اجرا نشه، وفا نشه. این همینطوری دائما به خودش داره این تلقین ها رو میکنه. پاره های از اینا به گمان من صریحا صدای پیامبر است. من با اینا حرکت کردم و آیاتی که مربوط به جهان آخرت میشه، به جهان غیب میشه، آیاتی که مربوط به خداوند میشه، همه اینا وقتی که شما خوب نگاه کنید میبینید اینا مناظر است، یعنی صورت های رؤیایی است نه کلام. اصلا تمام تاریخ اسلام بر سر این بوده که خدا چگونه سخن میگوید، علم کلام همش، در حالی که همه وحی پیامبر کلامی نبوده، مقدار زیادش صورته، یعنی مشاهده است، یه چیزایی رو مشاهده میکرد و مشاهده تو رؤیا صورت میگیره. همین که پیغمبر میگه که من دارم میبینم که بهشتیان نشستن جامهای باده با یکدیگر مبادله میکنن، یا جهنمی ها دارن فریاد میزنند و هم یستسرخون و چیزای از این قبیل، نه اینکه به پیغمبر گفتن برو اینا رو بگو، داره خودش میگه من مشاهداتم ایناست، یعنی ابزرویشنای پیغمبره، من دارم میبینم یه عده این طرفن، ها اولائ فی الجنت و ها اولائ فی النعیم فی الجحیم. اینا رو وقتی شما خوب نگاه بکنید، من عموم کسانی که با من مخالفت کردن در این قصه رویاها در یه بخش موافقت کردن، گفتن در بخش آخرت، در بخش صفات خدا، در بخش جهان غیب، اقلا اینجا رو تو راست میگی. میدونی اینا دو سوم قرآنه، یعنی خدا و معاد اصلا اصلی ترین پیامه، و الا این که فلان روز جنگ شد یا جنگ نشد، اینا حوادث دوران پیغمبره که این حوادث میتونست به نوع دیگری هم باشه، یعنی اگر جنگ نمیشد اینا تو قرآن هم نمیومد، نه؟ اما پیغمبر به هر حال باید درس توحید میداد، باید درس معاد میداد، این که پیام اصلیشه. اما این که فلان کس با او دشمنی کرد یا نکرد، خب اینا به اصطلاح عرضیاته، اگر رخ داد که خب برخیش نه همش منعکس شده، اگرم نه. یا مثلا خب من تو سخنانم بود که بعضیا بر من خورده میگرفتن، مثلا پیامبر این کتابش تمام شده نبود، این کتاب همینطوری آنگوینگ، یعنی ادامه داشت، و اگه ایشون عمر بیشتر میکرد این قرآن بیشتر میشد، و من میگفتم یه جلد دوم قرآن هم درست میشد، که بعضیا به ما گفتن که این دیگه جلد دوم قرآن چیه دیگه، گفتیم خب نه الان نیست، اما میشد باشه، برای اینکه پا به پای تجربه های بیرونی و درونی پیامبر این کتاب بست پیدا میکرد، چه اونچه که در درون او میگذشت و چه اون که در بیرون او میگذشت و هاکذا. بنابراین اینکه حالا بنده رویا داشتم یا نه به کنار، خیلی از آیات قرآن به گمان من یه درک صاف صریح مستقیمش به شما میگه که اینو شما باید یک حادثه سمعی بصری بدانید، سمعی بصری. حالا یه نکته هم اینجا برای شما عرض کنم، ببخشید، ولی خب خوبه، من در نوشته‌های خودم نوشتم که رؤیاهای پیغمبر سمعی بصری ذوقی شمی لمسی بوده، یعنی هر پنج تا حاسه ما در او دخالت داشت، یعنی پیغمبر هم میدیده، هم میشنیده، هم لمس میکرده، هم بو میکرده و هم میچشیده. خب این رو من اشاره کرده بودم، یه طبیبی که من نمیشناسم ایشون رو، که متخصص مغز و امثال اینها بود، ایشون یه ایمیلی به من زد، گفت فلانی در علم عصب شناسی آدمی در خواب بو رو نمیتونه ببینه، ما صورت ها رو میبینیم، صدا ها رو میشنویم، مزه ها رو میچشیم، حتی یه چیزی رو لمس میکنیم، اما بو در خواب شنیده نمیشود. برای اینکه مرکز اون بو، اولفکتوری به اصطلاح بخش
شامه در قسمتی از مغزه که پایین تر از این قسمت های بینایی و شنوایی و ایناست. تو چطوری میگی که بو هم بوده و در قرآن بو هست؟ من رو به فکر انداخت. من دوباره تمام قرآن گشتم. اتفاقا این از دستاوردهای مهم بود. تقریبا در قرآن بحث بو نشده. یعنی شما تمام این قرآن رو بگردید، حالا به تو میگم با یکی دوتا استثنا، ولی نکته جالبی بود. این همه راجع به بهشت صحبت شده که همتون آشنا، همش میگه که پای درختان آب جاری، هیچ جا نمیگه گلهای خوشبو در بهشتن. اگه هست شما به من بگید. نیست واقعا جالب جان. من یه مثال بزنم. آره نه میدونم یکی ختامه الان مسک. بله ختامه مسک الان عرض میکنم. ببینید بعد با او ما یکی دو بار اکسچنج داشتیم، گفتگو داشتیم. خلاصه حرف بعد وقت مقاله هایی رو من بهشون گفتم که مقالات رو بر من بفرست، من ببینم که اینا خوب جنبه های ساینتیفیکش چجوریه و خوب بود، نکاتی بود. ولی اون مقاله ها اتفاقا ما میگفتش که بو خیلی نادر در خواب ظاهر میشه، نه اینکه هرگز ظاهر نمیشه. و همین الان ببینید دیگه، اون نادرش همین بود که ایشون رو وطنها همین یه مورده. نه واقعا من خودم به این رسیده بودم. دو جا هم هست البته، حالا یکی هم بیشتر از شماست، راوهون و ریحانون. ریحان هم یه. ببینید این خیلی جالبه که بوهای خوش توی قرآن تقریبا صفره، تقریبا الا همین ختامه مسک کن که اونجا هم خود بو رو نگفته، گفته که بوی مشک میده ولی خواب بو توش نیست. مثل اینکه شما بگید که من بوی مشک شنیدم، فرق میکنه این دوتا با هم. یه وقتی که میگید فلان چیز بوی مشک میده، مشک رو شما خب ذهنن میشناسید. یه وقتی که توی خواب خود بوی مشک رو میشنوید، یعنی یه بوی خوشی مثلا مغز شما رو پر میکنه. تا اون تعبیر قرآنی حتی این رو هم نشون نمیده. با همه این احوال گفتم اون حکم مطلقی که اون آقا کرده بود نبود و اون پیپرهای ساینتیفیک خود منم دیدم اون درصدها و آمارش، و این خودش خیلی برای من آموزنده بود که این رویایی بودن اتفاقا این پیام لوازم رویا رو هم با خودش داره که صورت در او خوب ظاهر میشه، کلام در او خوب ظاهر میشه، ولی بویایی خیلی مینیماله، خیلی مینیماله. اینم یه نکته ای از نکات به قول فیلسوفان علم که میگن novel prediction، میگن گاهی یه تئوری یه پردیکشنایی داره که خود تئوری پردازم خبر نداره، بعد یه جای دیگه پیداش میشه. anyways ما 10 دقیقه بیشتر ندارم. من حرف خودم رو تکرار میکنم، هر شخص یه سوال و سخنرانی هم فقط مال آقای دکتر بفرمایید. هم شما هم آقای که پشتتون هست. بعضی ممکن سوال موازی داشته باشه. نه دیگه، حالا دیگه نه دیگه، دیگه وقتی نیست. دوستان بپذیرند که ما به همه سوالا نمیرسیم، ببخشید دوستان بپذیرند این رو. من در حالی که نظریه رسولات فهمم، شما صرفا داری مکانیزم وحی رو توضیح میده که صرفا سمعی نبوده، پنج تا حواس درگیره. اهمیتش چه فرقی میکنه برای من؟ نتیجهش قرآنه که یه چیزی مکتوب بوده، حالا من چه مسلمان بجام چه نه با این من مواجه آمده، چه جوری به این رسیده، چه اهمیتی داره؟ شما خوندید اون مقالات یا نه؟ من بارها اونجا توضیح دادم شیش. وقتی که شما گفتید یه چیزی رؤیاست، یعنی تعبیر لازم داره، اهمیتش اینه. یعنی شما به خوابگزار احتیاج دارید. اگر این فقط یه کلام میدید، مثلا بنده با شما سخن میگم در بیداری، همون که معنای سخنه از او مستفاد میشه، این سخن در خواب مبادله نمیشه. اما شما توی خواب اگه شیر ببینید یا یه کسی توی خواب به شما بگه شما پیغمبری مثلا، این اصلا معناش نیست که شما پیغمبری، شما باید ببینید معناش چیه. اهمیت دقیقا همینه. وقتی رؤیایی شد ما احتیاج به تعبیر داریم، تفسیر کافی نیست. آقایی که پشتتون بود اول، بعد بچین آقایی دوزار، در مورد معاد من خواستم بپرسم. وقتی که ما میخواهیم مرکشناسی پیامبر رو قرآن بفهمیم بر اساس تئوری رؤیاهای رسولانه، فکر میکنم همونطوری هم که خودتون نوشتید، ما به اینجا میرسیم که از نظر کیفیت معاد بین جسمانی و روحانی ظاهرا نمیتونیم تشخیص بدیم، چون بسته به اون تعبیر داره. میخوام بدونم که آیا تئوری رؤیاهای رسولانه از این فراتر میره در مورد معاد،
یا اینکه ما کیفیت معاد رو نزد پیامبر نمیتونیم بر اساس این توقع نهایتاً تشخیص بدیم؟ بله، به دلیل اینکه بله من در نوشته هامم به این نکته اشاره کردم، نزاع خیلی مفصلی که بین فیلسوفان و متکلمان مسلمان بود که آیا معاد جسمانی است یا معاد روحانی است. البته اکثریت متمایل به این قول بودن که معاد جسمانی است، ولی حقیقتش اگر ما قرآن رو رویایی بدونیم چنین یقینی و تضمینی نداریم، برای اینکه تمام آنچه که در قرآن آمده، مثلا شما روز قیامت از خاک سر بر می آورید، درسته؟ فیها منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. ما روز قیامت از خاک سر بر می آوریم. خب عموم مفسرین گفتن این همین دیگه، از خاک سر بر می آوریم، یعنی همه مردیم در خاکیم و ما رو دوباره زنده می کنن و بر می خیزیم. اما اگر این مشاهده پیامبر باشه در خواب، یعنی در خواب دیده باشد که مردگان از قبرها بیرون میان، این معناش نیست که مردگان از قبرها بیرون میان، این احتیاج به تأویل داره، به تعبیر داره. شما تو خواب اگه یه چنین حادثه‌ای رو ببینید، معناش نیست که مرده زنده شد، بعد برید ببینید که تعبیرش چیه. همطور که در جاهای دیگه داریم، خب مثلا تو خود قرآن داریم که یوسف در خواب دید که 11 تا ستاره به او سجده میکنن، بعد گفتن که برادرانش، معنیش اینه که 11 برادرش در پیش تخت پادشاهی یه او میان و کرنش میکنن و هاکزا. پس ببینید ما اینجا با یه رؤیای پیامبرانه رو هستیم که در اون رؤیا دیده شده است که مردم مردگان از خاکها بیرون میان. عموم مفسران گفتن یعنی همین، یعنی از خاک بیرون میان. یا بالاتر از این بریم، گفته شده است که آدمیان در جهنم میسوزن، در آتش میسوزن. آیا آتش در خواب، یعنی هم آتش در بیرون؟ همه اینها محل کلام است، یعنی از اینجاها تأویل و تعبیر شروع می شود و دست کم این است که ما به طور قطعی نمیتونیم بگیم، نه روحانی نه جسمانی، اجمالا یه عالم دیگری هست و یه اتفاقات می افته، ولی بسیار از این جهت برای ما مجهول و مبهمه. من یه سوالی داشتم، این که شما گفتین که برخی آیات هستن که اون فساد و بلاغت رو ندارن و از متون ساده هستن، آیا این با این آیه که توی قرآن هست که میگه اگه توی معجزه بودن قرآن شک داری یک سوره مثل سوره های قرآن بیاری در تناقض نیست؟ و این که در مورد این که گفته قرآن خوابگزار نیاز داری، خوابگزار چه کسانی هستن و چطور میتونیم مشخص کنیم این خوابگزاری داره به صورت درست انجام میشه؟ در اون مورد ببینید، از ابتدا در تاریخ کلام اسلامی این بحث بود که یک سوره، یا در جای دیگه هست 10 سوره، فأتوا بعشر سور من مثله مفتریات، 10 سوره جعلی بیارید، 1 سوره بیارید. اوائلی که پیامبر آمدن در سوره های مکی گفتن فلیأتوا بحدیث مثله، یه گفتار مثل قرآن بیارید. بعدها که حجم قرآن اضافه تر شد، ایشون گفتن که فأتوا بسورة من مثله، 1 سوره بیارید. بعدن که قرآن بزرگتر شد گفتن 10 تا سوره بیارید، یعنی احساس ایشون این بود که لابد یه سوره حالا آسون شده. هرچه که هست، تفسیر این آیات مهمه. ما در علمای شیعه و سنی هر دو مفسرانی داریم که اینجوری معنی کردن، گفتن که از یک کسی مثل پیغمبر برید یه سوره اینجوری بیارید. توجه میکنید، یعنی یه آدم عامی رو مثل پیامبر که درس نخونده و غیره پیدا کنید که بتونه اینطور فصیح و بلیغ سخن بگه، نه اینکه از هر کسی. ممکنه بعضیا بتونن، مخصوصا همون آیاتی رو که عرض کردم. این رو من نمیگم، یکی از متکلمین بزرگ شیعه به نام سید مرتضی که برادر سید رزیز که جامع نهج البلاغه است، ایشون صریحا نوشته و ایشون حرف عجیبی هم داره، میگه میشه مثل قرآن آورد، ولی هر کی بشینه بخواد این کارو بکنه، خدا او رو باز میداره از این کار. اینو بهش میگن نظریه صرفه. البته به نظر من رأی مقبول و معقولی نیست، اما گفتن دیگه. اونم اتفاقا اشاره به همین آیات میکنه که بعضی از این آیات آیات ساده ای هستن، همچنین در بلاغت چندان اوجی ندارن. به همین دلیل یه عده دیگه گفتن که نه، منظور این است که قرآنی با محتوا و مضمون و بلاغتی که قرآن داره، یک فرد عامی عادی دیگری نظیر او رو بیاره، ولی ممکنه یه دانشمندی، مثلا یه کسی که درس بلاغت خونده
یه فیلسوفی شاید بتونه یک آیه یا یک سوره کوتاه مثل او بیاره، این امتناعی نداره. بله، مرحوم شیخ مفید به نظرم یه جایی صحبتی داره، میگه که اگر اشتباه نکنم که محال نیست مثل قرآن بیارن، ولی تا امروز که نیاوردن. حالا میشه بعد بخش دوم سوال شما این خواب گذاران کیا هستن؟ اینا به تدریج پدید خواهد آمد، همطور که مفسرین قرآن هم به تدریج پدید اومدن. اینطوری نبود که مدرسه اول درست شد و توش مفسر تربیت کنن و خورده خورده وقتی که آدم قبول کرد که قرآن رو باید خواب گذاری کنه، به تدریج دنبال راهکارهاش هم خواهد رفت. گفتید ما از کجا بفهمیم که اینا اشتباه نمیکنن؟ خب این مثل تفسیره، شما از کجا میفهمید که مفسران اشتباه نمیکنن؟ مفسران این همه بر یکدیگر خورده میگیرن، نقد میکنن، به تدریج خطاهای همدیگر رو کشف میکنن. علم، هر علمی، علم دین، علم غیر دین، اینا یه هویت جمعی داره، یعنی متکی به یه نفر نیست، به یه community of scholars، یعنی یه جمعی از دانشمندان و محققانه. هر کسی رأی خودش رو در میون میگذاره تا خورده خورده اینا پالایش بشه و تکامل پیدا بکنه. لذا خطا که خب همه میکنن، هیچ فرمول ازلی و ابدی و آسمانی هم وجود نداره که ما رو از خطا باز داره و ما رو معصوم بکنه. اما کاری که میتونیم بکنیم اینه که با همکاری یکدیگر کار کنیم و سخنانمون رو با یکدیگر مبادله کنیم، وقت در اون صورت میتونیم اطمینان بیشتر به صحتشون پیدا کنیم. دو تا سوال شما خیلی وقت سوال میخواستیم بکنیم و اون آقای که همون تو ردیف آخر، این دو تا سوال آخریم هست با عرض سلام و مجدد و با سپاس از آقای دکتر سروش، شما در صدر صحبتتون فرمودید که ما راهی به عالم ماوراء نداریم و پیامبران آمدن که ارتباطی بین ما و عالم ماوراء به صلاح برقرار کنند. اما به نظر من اون که شما در این سخنرانی و در مکتوبات دیگرتون و سخنرانی دیگرتون مطرح کردین، درک من اینه، درک من ناقص یا نادرست باشه، که شما اینجا هیچ جایی برای ماوراء طبیعه نمیذارید. یعنی از یک طرف میگین که پیامبران آمدن که این ارتباط را به صلاح به وجود بیاورن، از طرف دیگر خدا هیچ جایی در این منظومه این نظریه نداره. در واقع محمد همه کار است، محمد همه چی، هر چیزی که هست مربوط به محمد. سوال من اینه، با توجه به این مسئله، البته صحبت های زیادی هست در این گفتگوهایی که الان مطرح شد، سوال من اینه، پس اصلا مسئله وحی و رسول، مفهوم وحی و رسول دیگه اینجا چه معنایی پیدا میکنه؟ رسول برای کی؟ اگر محمد همه چیز خودش بوده، دیگه محمد از طرف کی رسول هست؟ یعنی پیامبر هست. وحی از کجا میاد؟ اگر وحی هم در درون خودش هست، اولا به نظر من منتفی است. آیا بهتر نیست که ما بگیم این تجربیات صریح‌تر، این تجربیات شخص محمد هست؟ و اصلا به نظر من شما از یک اصل متافیزیکی حرکت میکنید و اون اصل متافیزیکی هم اینه که اصلا امکان ندارد که بین خدا، بین ماورا و بین فیزیک و متافیزیک ارتباطی برقرار بشه. اگر درست فهمیده باشه. بله، خیلی ممنون. عرض می شود که یعنی شما به اون نکته خیلی اساسی انگشت نهادید. اولا توجه کنید در قرآن وحی که فقط به پیامبران نیست. وقتی میگه وحی به زنبور شد، وقتی که میگه وحی به مادر موسی شد و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، ما وحی کردیم یا الهام کردیم به مادر موسی، وحی در اونجا یعنی چی؟ یعنی همین به دلش افتاد، به دلش افتاد، همین، بیش از این نیست. یا وقتی که به زنبور ما وحی کردیم که باز تو سوره نحل هست، اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، خدا وحی کرد به زنبور که برو در کوه ها خانه بگیر و بعد عسل تولید میکند و غیره که شفاء للناس. یعنی چی وحی کرد به زنبور؟ یعنی پیغامی فرستاد، یعنی یه چیزی در گوشش خوند، یا یه جوری ساختش زنبور رو که این زنبور تولیدش عسل میکنه. و همین ساختار زنبورانه
همون وحی است که به زنبور شده. عین این ماجرا رو مولوی در باب کرم ابریشم میگه، میگه به کرم ابریشم وحی شده که ابریشم بسازه. این رو از اون تعبیرات قرآنی میگیره. بنابراین وحی شدن در گرو این نیست که از بیرون یک کسی بیاد در گوش شما چیزی بخواند. وحی شدن در گرو این است که شما یه ساختار روانی یا جسمانی مثلا در مورد زنبور داشته باشید که این ساختار تولید کند چیزی رو، تولید کند. ببینید مثلا ما وقتی که فکر میکنیم، خب این فکر ما به یه نکات تازهی که میرسه شبیه الهاماته، یعنی خودمونم نمیدونیم به کجا داریم میریم، ولی این تفکر ما رو با خودش میکشونه به یه منطقه های خیلی بدیع و تازه که بعضی ها میگن الهامات شاعرانه است، الهامات فیلسوفانه است، عارفانه است، اینا همینه دیگه. پس ببینید لازم نیستش که وحی عالم یعنی اینجوری باشه که یک کسی میاد یه پیغومی رو به شما میرسونه، بلکه یک موجودی رو پیغام سر خود میآفرینند. پیغام سر خود درست شبیه این که ما رو متفکر آفریده اند، ما رو عاقل آفریده اند، یک کسی رو هم پیغمبر آفریده اند. یعنی ساختمانش یک چنین اقتضایی داره. این لازم نیست از بیرون. نکته دوم این که اصلا این از بیرون به آدمی خطابی بشود یا از درون، اینم یک به نظر من سوء برداشته، برداشت درستی نیست. در نسبت با خداوند ما بیرون و درون نداریم، ما هممون درون خداوندیم یا خداوند در درون همه ما هست. این بیرون و درون در نسبت با ما آدمیانه. من و شما نسبت به هم بیرونی هستیم. شما از دل من خبر ندارم، من دل شما خبر ندارم، یه چیزی رو شما بخوام بفهمم شما باید به من بگین، حالا با وحی، با اشاره، با هر جوری که میخواین. اما وقتی که به قول مولانا به شمس میگفت چه نزدیک از جان تو به جانم که هر چیزی که اندیشی بدانم، گفت جان ما دوتا انقدر به هم نزدیکه که هر چی تو فکر تو میگذره میاد تو فکر منم میگذره. خیلی جالبه این حد. شما آره بهش بگید وحی میکنه شمس به مولانا، ایبی نداره، یه همونه. یعنی تو یه فکری میکنی، یه چیزی در ذهن تو عبور میکنه، عیناً به دلیل قرب وجودی ما انقدر ما با هم نزدیکیم که مثل که دوتا ذهنمون هم یکی شده، لذا عین او در ذهن منم منعکس میشه. حالا اگر نسبت مولوی و شمس اینقدر بوده، نسبت پیامبر با خدا خیلی بیشتر از این بوده و به تعبیر ساده هر چی تو ذهن خدا میگذشته تو ذهن پیغمبر هم میگذشته. این همون وقتیه، این چیز دیگری نیست. یعنی وحی رو حتما این که یه چیزی رو بفرستن شما نبینید. اصلا این فرستادن ها یه وقتی برای من مسئله بود. خب در گذشته وقتی ما میگفتیم یه چیزی رو فرستادم، یه نامه رو برای یکی فرستادیم، یه باری رو برای یک کسی فرستادیم، چجوری میفرستادیم؟ یا یک کسی نامه رو هم داشت میبرد یا میدادیم به بار ببرند. ولی امروز شما میگه من یه ایمیل برای فلانی فرستادم، اینم فرستادنه، ولی اصلا نه از جنس بار بردن، نه حمل بر قطار میکنید، نه بر هواپیما، نه بر مرکب، نه بر قاطر، نه بر استر، نه بر هیچی، یه جوری دیگه میفرسیم. ببینید این فرستادن ما رو گول نزنه، فکر نکنیم که همیشه یه شکل مکانیکی معینی داره، مثل نامه‌ای که به پای کبوتر میبندن بره، یا نمیدونم باری که سوار قطار میکنن، اصلا اینجورا نیست. شما فکرتون میتونید بفرستین به فکر یکی دیگه. اون فرستادن حتی کلام هم لازم نداره، توجه میکنید؟ گفتش گوش کن با لب خاموش سخن میگویم تا اشارات نظر نامه رسان من و توست. اشارات نظر نامه رسان یه وقتا در مورد خداوند همین بیان جناب مولانا که هر چیزی که اندیشی بدانم، این همون وحیه، این همون ارساله و این همون رسول گزیدن و رسول آفریدنه و مأموریت دادنه و به دنبال مأموریت روان کردن است. اما اینکه خداوند هیچ رابطه‌ای با طبیعت نداره، چرا شما اینو می‌فرمایید؟ خداوند علت است، علت العلل است، همه اون چی که در طبیعت هست معلول خداونده و هر چی که در این عالم میگذره به اراده باریست، به علم باریست، تحت مشیت اوست. هیچ شمون که تو قرآن هست که لا یعزب عن علمه مثقال ذره، مثقال ذره از علم خدا
پنهان نیست. ما تسقط من ورقت الا یعلمها، برگی از درخت نمیافتد مگر اینکه خداوند افتادن رو او رو میداند. یا در سوره حدید هست که ما اصابکم من مصیبت فبإذن الله، هر چه به شما میرسد به اذن الهی است. ما این چیزها رو انکار نکردیم، اینا سر جای خودشه و پیامبر در قبضه خداوند است، چون قلم در قبضه تقدیر رب، یعنی مثل یک قلمی است که خدا با اون قلم مینویسه. منتها میدونید غزالی مثال خوبی داره، میگه ما موران، اهانت نشه به کسی، ما موران اگر روی کاغذ و روی میز حرکت کنیم فقط نوک قلم رو میبینیم. یه انسان بزرگ میخواد که از نوک قلم عبور کنه ببینه این قلم تو دست کسی است. اون دست پیوسته به یه بدنی است، اون بدن یه مغزی داره، از اون مغز این اندیشه ها تراوش میکنه میاد تا به قلم برسه. اما منی که مورم، یه مورچم، اصلا بالاتر رو نمیتونم بینم، من فقط قلم رو میبینم که داره مینویسه و فکرم میکنم که همون قلم صاحب این نوشته هاست. ولی یه کسی میخواد در سطح و در مکانت یه انسان که همه این سلسله علل رو ببینه. آره، ما وقتی که این پایین رو نگاه میکنیم، عالم طبیعت رو نگاه میکنیم، همین نوک قلم رو داریم میبینیم. ما رو ملامت هم نمیشه کرد و ما وصف قلم میکنیم، میگیم قلم اینجوری گردید، این رو نوشت، اون رو نوشت، زیبا نوشت، زشت نوشت، چنین چنان. اما این معناش نیست که ما منکر صاحب قلمیم. نه، اصلا بدون صاحب قلم قلمی حرکت نمی کنه و چیزی نمی نویسه. اون جان قلم، یعنی همون مرکبی که در قلمه، از بالا میاد الی آخر. و اما سؤال آخره شما، تشکر از شما و فرض راکی مورا. یه سؤال داشته میشه، شما نحوهایی که به این گفتگاهایی اشتایش مشخصه میخونید نصف وقت یا نه؟ نصف وقت ما بعضی ها میگذرم قابل نمیدونی جواب نمیدین و بعضی هاشو دنبال میکنم. من جمله نقلی که مثلا آقای طباطبایی، حسینی طباطبایی این میگذاشتن و من ندیدم شما جواب بدین. یا آقای جعفری در لندن یه کتابی نوشتن، در اونجا نقلی هم کردن به نام قرآن تدبرنامه. یا جناب اشتباهی که اینجا هستن توی سایت این نقلی نوشتن، من جوابی نمیدم. و یه مصاحبه ای هست که خانم وفا آقای منیسد کردن و اونجا به این شبهات پاسخ دادن. من میخواستم ببینم که جایی شما دارین اینا رو که ما رجوع کنیم، یا مثلا در یه برنامه ویدئویی یا حضوری پاسخ داده بشه. حالا بله، حتی از شما متشکرم که سخنان ما رو شبهات نامیدید. بله، شبهاتی که ایراداتی که به شما میگن، آخه نه خود اونا ایراد گرفتن دیگه، چی رو میگین؟ شبهات حرف اون ایرادای اونا به شبهات بنده بود. حالا اشکالی نداره و شما اولین کس نیستید اینا رو شبهات نامیدید، یعنی قبل از شما بسیاری همینطور گفته بودن. عرض بزرگتون که بله، من صادقای شما بگم، من به همه نقدا، من همه نقدا رو میخونم به اونجایی که به دستم برسه. البته قول به احاطه جمعی هم نمیدن، خب بعضی ها شاید هم به دست من نرسه، ولی پیگیرم، جستجو میکنم، به دست میارم، میخونم. و اما اینکه به همه اونا تک تک جواب بدم، نه، من نمیرسم و نه این کار رو نمیکنم و هیچ کس هم نمیکنه. ببینید ما توی روزگاری هستیم که خب ماشاءالله تولیدات خیلی زیاده و آدم بخواد فقط جواب این و اونو بده دیگه به کار اصلیش نمیرسه. به قول مولانا میگفت گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. ما کارمون سقائیه، باید به تشنگان آب بدیم. اما اگر هی با این وایسیم یه حرفی با اون، مثلا به قول او دیگه به سقائیمون نمیرسیم. تشنگان را کی توانم داد آب. بعد اومد من اینم بله عرض میکنم، من در میان نقدا گزینش میکنم، نمیتونم هم نکنم. اون الاهم و فلاهم، اون الاولا فلاولا، اونا رو برمیگیرم چون چاره ای نیست. در اونجا هم خب سلیقه من دخالت داره، به حال همینطوره که کدوم رو مهم بدونم کدوم رو مهم ندم. هر کسی که نقد میکنه، البته خودش نقد خودش رو مهم میدونه، گاهی کوبنده میدونه و دلش میخواد که به او بپردازن، ولی خب در اینجا خود شخصی هم که مخاطب اون نقداست سلیقه ویژه خودش رو داره و ناچار است که از میان اونها انتخاب کنه.
شما اگر همین کتاب من که اخیراً همین مجموعه مقالات من در آمد به نام کلام محمد رویای محمد منتشر شد، اگه نگاه کنید من بسیاری از نقدها رو پاسخ گفتم، یعنی به صورت سوال و جواب، و نمیگم همه اونها، ولی نقدایی که از داخل شده بود در خارج شده بود اینا رو من به اندازه‌ای که توانستم جواب دادم. بعدش هم با جواب دادن بعضی از نقدها من همیشه فکر میکنم پاره ای از نقدهای دیگری رو که من نام نبردم هم مشمول میشن، یعنی فعل جمله پاسخ اونها هم روشن میشه. آخرش هم البته معنای این حرفای نیستش که همه تسلیم سخن من بشن و تسلیم سخن مقابل بشن. در هر حال اصل اینه که این آرا مقابل دیدگان همگان گذاشته بشه. من به اندازه توانم دفاع میکنم از سخن خودم، دیگران هم همینطور. الان چنان که اینجا خدمت خانم گفتم، علم یک امر جمعی است، یعنی در با اجتماع و همکاری همگان پدید میاد و نهایتش، یعنی وقتی که این جوی جاری پیش میره، اون آخر کار معلوم میشه که چیش مونده و چه چیزش از میان رفته. قصه این است. به هر حال اگر من مثلا در مدرسه مولانا، خب سوالات بسیار زیادی به من میرسه، من اینجا اعتراف میکنم، همیشه هم گفت من به همه سوالا نمیرسم جواب بدم، نمیتونم اصلا، و لذا گزینش میکنم. به هر حال پاره از سوالا رو جواب میدم، اینطور نیست که همه رو بی جواب بگذارم. همیشه هم میگم رنجیده نشون کسانی که میفرستن و سوالی میکنن، در توان من نیست، در توان یه انسان نیست که همه اینها رو بنشینم و جواب بدم، ولی باور کنم من صبح از خواب که بیدار میشم میرم سراغ این سوالا که ببینم فعلا همین فرش، همون اول وقت، من چند تای از اینا رو میتونم فعلا توضیح بدم، جواب بدم، نمونه، کهنه نشه، عقب نیفته. بعضی هارم خب مجبورم، چون بعضی سوالاتی است که حال نمیتونم، میگذارم تا دربارش فکر کنم. همه این چیزا رو داره دیگه. بالاخره شما اگر معرض این گونه سوالات باشید متوجه میشید من چه عرض میکنم. حالا ای حال به قدر مقدور، حالا این کتاب که بیرون اومده اگر باز یک نقدهای مکتوبی به دست من برسه، شاید توی جلدهای بعدی به مناسبتهای دیگری انشاءالله به اونها بپردازم. بعضی از این سخنرانی های منم همینطوره، یعنی ناظر به نقدایی است که شده و من به صورت سخنرانی به اونها جواب میدم، یعنی سعی میکنم توضیح بدم برخلاف حرف خودم رو، که اگر به گوششون رسید به هر حال حس کنن که توضیحات من اینه دیگه، حالا اقناع امر دیگری است. و دیگر بند و بس میدونم، ببخشین ما تا ابد میخوایم با شما بحث بکنیم، سوالارمونو بکنیم از شما، ولی دیگه واقعا فرصتی نیست، ولی ایشالا که شما برمیگردین اینجا و فرصت دیگه ای هست. من میخوام تشکر بکنم اولا از شما، خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، از شما ممنون که اومدین و سخنرانی کردین و جواب دادین به سوالهای ما. ثانیاً از خانم شاپر و ملانشتون اکادمی که این سالون رو دادند به ما، خیلی ممنون. نمیدونم، نه اینجاست، ولی اینجا من شما بگو الان. Mir wurde gesagt, Frau Schaper, ich soll das nochmal in Deutsch sagen, aber ich weiß ja, dass du das verstehst. Sie spricht so gut Persisch, dass sie das durchaus sowieso mal versteht. Vielen Dank nochmal, Dorothee, dass wir immer hier hinkommen dürfen. Das war es dann als Oroyo Haji, der als Taraf al-Romandon war, also لذت آزادی دعوت کردند از آقای دکتر سروش و همیشه از این برنامه های بسیار جالبی میذارند و دست شما در برنامه. مرسی. خیلی ممنون. بنده هم تشکر میکنم از یکایی که دوستان حقیقتاً گفت مستمع صاحب سخن را به سر ذوق آورد، فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخن گوی گوی. نصفی از این جلسه براخره مال شماست، یعنی شما در گرم کردن و رونق بخشیدنش مشارکت جدی داشتید. اگر سهم دیگری هم برسد از آن بنده است. علی‌ای حال اولا خدا رو شکر میکنیم، ثانیاً از برگزار کنندگان حتما باید سپاسگزاری کنیم که چنین اجتماعات مفیدی رو برگزار میکنن. از دوستانم خواهش میکنیم که این اجتماعات رو گرم نگه دارن.
بنده هم آرزو می کنم که باز هم توفیق و مجالی داشته باشم که خدمت عزیزان برسم و با یکدیگر گفتگو کنیم و ناگفته ها رو با یکدیگر بگوییم. بله، به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه می زد جوش.